دوستان عزیز، با سلام خدمت شما. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز روز جمعه هست، 20 دسامبر 2019 میلادی، برابر با 29 آذر ماه 1398، و فردا 30 آذر ماه شب یلدا خواهد بود. آیا شما جشن میگیرید یا نه؟ بنده سر کار هستم و برای آمریکایی‌ها کار میکنم. اونا میخوان برن مسابقات فوتبال و هاکی و اینها نگاه کنن. اونا یه نوع دیگه خوشن، ما یه نوع دیگه خوشیم و اب نداره. از این به قول معروف تا جایی که همه خوش باشن ما هیچ اعتراضی نداریم. خبر خوب این که امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم تا درباره 2 تا تاپیک صحبت کنیم، و اگر شما سوالی دارید در حین پخش برنامه میتونید از طریق فیسبوک سوالاتتون رو مطرح کنید، منم با ایشون در میون میذارم و ایشون پاسخ میدن و نظرات شما رو هم میشنون، گوش میکنن، و این یکی از محاسن برنامه های تلویزیون مردمه که از روز اول به قول معروف پالیسی اوپن دور یا درهای باز رو داشتیم. و اما آقای روحانی، این رئیس جمهور کلیدساز ایران، که در تظاهراتی که در یکی از شهرها رفته بود، نمیدونم ماشهر بود بوشهر بود، مردم فریاد میزدن که کلیدساز دروغگو. خیلی جالب بود. من نمیدونم واقعا قدرت چیه که اینها رو اینجوری جلب و جذب میکنه. اول به خودشون دروغ بگن، بعد به مردم دروغ بگن، بعد دزدی کنن، اینجوری جرم و جنایت کنن. و همین امروز اون سازمان امنستی اینترنشنال یا عفو بین‌المللی نوشته بود که بیش از 304 نفر در جریانات چند هفته گذشته ایران کشته شدن، و خیلی‌ها به خاطر این کشته شدگان ادای احترام کردن، میگن ما شب یلدا رو جشن نمیگیریم، کریسمس رو جشن نمیگیریم، شما برنامه‌تون چیه؟ یا به قول معروف چه خبر از ایران؟ درسته که اسم این برنامه هست سربی با مردم، ولی ما سعی میکنیم که شما اگر خبری دارید از اونها استفاده کنیم. روحانی در ژاپن به آقای آبه در مورد اقدامات تضعیف کننده برجام به ایران، روحانی در ژاپن، آبه در مورد اقدامات تضعیف کننده، این حالا دیگه هر صفحه میری ازتون امضا میگیرن که ما برای شما کوکی میفرستیم. کوکی به زبان انگلیسی یا زبان انگلیسی آمریکایی، چون انگلیسی آمریکایی با انگلیسی انگلیسی و کشورهای دیگه فرق میکنه، متوجه باش. شما از همینجا میرید کانادا، اینجا به دستشویی توالت میگن رست روم، اونجا میگن واش روم. تو انگلیسی که ما یاد گرفته بودیم بهش میگفتن WC که water something بود براش، که عوض شده اصلا دیگه بمانه. در هر صورت داشتیم نقل چی میگفتیم، ابنده میگن که آبه در مورد اقدامات تضعیف کننده برجام به ایران هشدار داد. میگه که خب اونا اگه آمریکا این قرارداد رو زیر پا گذاشته رفته بیرون، شما هی گردن کلفتی نکنید، هی عربده نکشید، هی کارایی نکنید که دیگه کشورهایی مثل ژاپن و مثل اروپا هم اگه میخوان کمکی کنن دستشون بسته باشه. حسن روحانی که از روز شنبه گذشته با سفر به شرق آسیا در نشست سران سازمان همکاری اسلامی در مالزی شرکت کرده بود، بامداد جمعه وارد توکیو پایتخت ژاپن شد و با شینزو آبه نخست وزیر این کشور دیدار کرد. میدونه که ژاپن هنوز اون امپراتوری و ماجرای سلطنت رو داره که امپراتورش چند مدت پیش بدونی که بمیره چیزو داد به پسرش و خودش رفت کنار، و نخست وزیر اونجا همه کار است، تقریبا مثل انگلستان. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن همزمان با دیدار حسن رو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تهران خواست تا به برجام وفادار بماند. نخست وزیر ژاپن روز جمعه 20 دسامبر 29 آذر پیش از دیدار با حسن روحانی که در جریان سفر به شرق آسیا به ژاپن رفته است، گفت کشورش تا
تمام تلاش خود را برای برقراری ثبات در خاورمیانه انجام خواهد داد. ناگفته نماند، دیروز آمریکا اون آقای ها که چیه، اونم گفت که ما میخوایم در سطح، میدونید که صحبت ها بعض وقتا میگن در حد، در سطح سفیر، بعض وقتا میگن در حد کنسول، بعض وقتا میگن در حد نماینده، اینجوری و اینها، و گفته ما 40 ساله که با ایران رابطه نداریم و سفارت سوئیس در ایران، در تهران محافظ منافع ما هست، ما میخوایم اگه بشه یه فرصتی دیگه به اصطلاح داشته باشیم با ایران و در سطح نماینده یا صف، یعنی سطح نسبتا بالایی. و اما مری ایمپیچمنت، میدونید که یکی از دروغ‌های بزرگی که ترامپ به مردم کم سواد و کم دان اینجا گفت این بود که ببینید که اینا دیگه به شما میگن حتی شما نمیتونید بگید مری کریسمس، کریسمس مبارک باد، من آمدم میخوام چیز کنم. حالا یکی که از خودش شالاتان تر، کثیف تر، پلید تر، اصلا نه کلیسا میره نه به هیچ دین و مذهبی به اصطلاح پای بنده، یه دفعه اون داستان عبید زاکانی بود، گربه شد نمیدونم عابد و چی بود گربه دین که آره از بخونید یادمون رفته، این آقا عابد شده. در انگلیسی بهش میگن ردمشن، اگه اشتباه نکنم که یعنی میشه رستگاری. بعضی ها اینجوری میشن، اما مثلا جورج بوش قبلی هم، جورج بوش پسر، این هم چون کارهای زیاد بعدی تو دوران جوانیش انجام داده بود، از اعتیاد و از نمیدونم مواد مخدر و اینها، بعدن born again Christian شده بود، یعنی دوباره به دنیا میان، این بار مسیحی، و حتی در وایت هاوس یک گوشه ای رو به عنوان چپل یا چپل و چپول یا کلیسای کوچولو درست کرده بود، صبح میرم از خدا پیغام میگرفت که من چه کار کنم، حمله به عراق دستور خدا بوده، نمیدونم کشتن و گرفتن صدام دستور خدا بوده، اینا همش خدا رو سرزنش میکنن. یه ویدیوی خیلی خوبی بی بی سی مصاحبه کرده با یک آقای یهودی اسرائیلی روی فیسبوک گذاشتم، حتما برید ببینید. میگه دین موقعی درست شد که برای سوالات مشکل چون جوابی نداشت، آمد آدمای ساده لو رو با جوابای بسیار ساده قانع کرد، جوابای بسیار ساده. نگاه کنید ببینید الان ترامپ چی میگه، هر مشکلی شما دارید این میگه من براتون حل میکنم، هر مشکل، از آب دوش کمه میگه من درستش میکنم. حالا دیگه دیشب میگفت که این دیشواشر یعنی ظرفشویی، میگفت که خانم ها به من میگن دیشواشرامون خوب کار نمیکنه. من نمیدونم این مرده که به غیر از تو توالت و روزی 100 و خورده توییت فرستادن کجا این خانما رو ملاقات میکنه، چون خانمایی هم که این ملاقات میکنه باهاشون یا سوارشون میشه یا اونا سوارش میشن، از پول میگیرن، و کسی نیست که اهل ظرف شستن و ظرف شویی داشتن و اینها باشه. ولی این چون دروغگو هست میگنش اصلا کسی که مثل نفس کشیدن دروغ میگه. جدیدن به بیش از 15,000 تا رسید، ولی برگردیم به اون مری کریسمس. از دیروز تا حالا به جای بنویسن مری کریسمس می‌نویسن مری ایمپیچمنت، یعنی استیضاح ترامپ بر شما مبارک باد، مخصوصا بر طرفداران ترامپ. بله الان داره تظاهر میکنه که این استیضاح نمیتونه بهش هیچ کاری بکنه و اینها، ولی عصبانیتشو ببینید. 6 صفحه نامه فدایت شوم رو ببینید که برای پلوسی نوشت، پلوسی هم به شوخی گفتن جوابش نوشته کی، یعنی حتی اوکی هم نگفته، گفته اوکی گلگم شد. بمانه درود بر آفتاب سربی عزیز، آقای رجبی به جای آقای سربی نوشته آقا. بله در هر صورت استیضاح شد آقای ترامپ، اگه بشه کلمه آقای رو به این گذاشت، و به همم یکی یکی زنگ میزد، تماس میگرفت، و تنها تونست یک احمقی رو که اونم قیافش رو نگاه کنید، نماینده مجلسی که تلاش میکنه مثل ژیگولوار لباس بپوشه و ادای ژیگولوار رو در بیاره، و وقتی میشینه بغل دست ترامپ فکر میکنه خیلی هم هنسام و خوشتیب به اصطلاح تشریف دارن، اینو تونست از اون جبهه دموکراتا بیرون بکشه، و حالا یا ایندیپندنت بشه یعنی مستقل، یا بره بعدن
خودش رو به این جمهوری خواه‌ها یک چیزای مرامای خوبی داشتن، مثلا دولت باید کوچیک باشه، ولخرجی زیاد نباشه، مالیات زیاد نباشه و اینها جز چیزای خوب اینها بود. بعد کانسرواتیو باشن، محافظه‌کار باشن اینها. حالا جمهوری خواهی که شما میبینید، یک مثلا اون لینزی گرام برید نگاه کنید ببینید چه چیزایی راجع به ترامپ گفته، الان چه چیزایی گفته، و متاسفانه این تونست اونا رو بد کنه. و خیلی خوشحالم که نانسی پلوسی به حرف اون پروفسوری که چند شب پیش آمد و گفت که دموکرات‌ها یه راه حل دارن که پدر این ترامپ رو بیشتر در بیارن، و اون اینه که وقتی استیزایش میکنن این پرونده و پوشه و فولدر استیزا رو همون موقع ندن به مجلس سنا، نگهش دارن. تصور کنید دوستان، خودتون رو بذارید جای ترامپ، یه راننده بد توی خیابون که میره میدونه تیکت میگیره ولی بازم وحشی بازی در میاره، آخرش یه پلیس اینو نگه میداره، تیکت رو بهش میده ولی گواهی نامه و رجیستریشن و فرم بیمه و اینا رو که گرفته فعلا بهش نمیده تا این همین جوری وایسه. یعنی پلیس تشخیص میده اینی که تون میرفت، اینی که بد رانندگی میکرد، بدترین تنبیه براش اینه که حالا وایسا کنار و منتظر باش. یاد یعقوب بخیر در آلمان که بودیم میگو رفت ایران و اونجا ویزای وایسا بغل بهش دادن، گفتن وایسا بغل. این سفری که رفتم آلمان اولش پرسیدم دوستان، گفتن وضعیت خیلی خوب و مناسبی نداره. این یکی از افراد زرنگ فرانکفورت بود که برای مصاحبه ها، برای مترجم بودن و اینها این برانور میرفت کمک میکرد به ایرانی ها، ولی متاسفانه شنیدم که البته قمارباز هم بود، شنیدم که الان وضعیت خوبی نداره. خیلی ممنونم آقای فاتحی عزیز، خیلی خوشحالم آقای مانی خورسندی با ماست، آقای اکبر اکبری همشهری گرامی که هر جا ما یه سوالی داریم ایشون جوابش رو برامون میفرسته و من ممنون و متشکرم. آقای اکبری به ما یاد بده چجوری کلا سر مردم بذاریم، ازشون پول بگیریم، حمایت جمع کنیم. این میشه گفت تنها و مشکلترین بزرگترین مشکل ما هست. و اما استیضاح ترامپ جلسه محاکمه من در سنا را فوراً برگزار کنید. درست همون راننده‌ای که تیکت گرفته حالا میگه به پلیس آقا چیزای منو زود بده، من میخوام برم، بازم میخوام تند برم. اونا هم فعلا گرفتنه، چون این میدونه که در مجلس سنا به بودن افراد خلفی مثل لینزی گرام و دیگران، اینا ممکنه سریع قبل از سال نو اینو چیز کنن و بره. الان که دیگه مجلس تعطیل شد، خود به خود افتاد به سال بعد، به سال 2020، و این لکه کثیف ایمپیچمنت یا استیزا بر دامان و بر پیشانی ترامپ برای همیشه باقی موند. و ایشون اولین نفریه که در دور اول انتخاباتش استیزا شده. و امروز پتیک برای من نوشته بود که اسامی 40 نفر از رئیس جمهورای آمریکا رو نوشتن و ترتیباش هم نوشتن. بعد ایشون میپرسید که اگه ما تا امروز 45 تا، میدونید که این ترامپ پرزیدنت شماره 45 آمریکاست و هر کسی مثلا 2 تا 4 سال هم باشه، این بهش نمیگن 43 44، میشه همون یه شماره میگیری. در اصل میگه نمیدونم چرا 40 تا اسم نوشتن، ممکنه اینم مثل چیزهای دیگه که مثلا میگن 100 تا از پولدارا، 10 تا از معروفترین، 20 تا از فلان، ممکنه اینها هم 40 نفر رو فقط چیز کرده باشن. حالا بعدا اگر بشه 50، اونا هم ممکنه اسمشون باز 40 تاشو بنویسه، باقیشو بگی دیگه از رده 40 که رفت به اون ورتر حتی قابل ذکر نیست. آقای جیمی مهر با من هم عقیده است، خیلی خوشحالم که بی حیاتر از ترامپ خدا خلق نکرده. میگه که آقای فاتحی درسترش کرد، میگه بی حیاتر از ترامپ ترامپ پرستای ایرانی هست. یکیش این رضا پهلوی احمق، شنیدم نتونستم پیدا کنم ویدیویی یا روی وبسایت خودش اگه هست بفرستید، که به ترامپ تبریک گفته که این تحریم های شما چنین و چنان، مردک این تحریم ها آخوندا و بچه آخوندا که
مورد تحریم قرار نمیگیرن. اونا که سرما میخورن میان انگلستان چشش درد میکنه، میاد نمیدونم اروپا، مردم بدبخت و عادی هستن. از اون برم آمریکا دروغ میگه، میگه مواد خوراکی و مواد نمیدونم دارویی اینا تحریم نیست، دروغ محض و ببینیم چه باید کرد. ولی بی حیا تر از ترامپ، دوست عزیز آقای مه شاهین درست میگه، بی حیا تر از ترامپ، ترامپ پرستای ایرانی هست و دوست دارم حال و روز اونا رو الان ببینم که ترامپ ایمپیچ شده. برید ویدیوی دیشب اینو ببینید، وقتی که داشت صحبت میکرد حتی طرفدارای دهاتیش، واقعا نه دهاتی بی احترامی کنید به دهاتی ها، اینجا ردنک میگن، ردنک اونایی هن که سواد ندارن، هیچ کدومشون از کشور خارج نشدن، بعضی هاشون از شهر خودشون خارج نشدن، طرفداراش هم حتی دیگه شور و هیجان و داد و فریاد نمی کردن. یعنی دیگه اونا هم فهمیدن که این ترامپ یک ببر کاغذی بود که حالا آب ریخته روش استیزا، و این میدونید که کاغذ آب که میرزه روش دیگه نابود میشه. اینم از این، ممنون و متشکرم. و اما در ششمین مناظره درون حزبی دموکرات های آمریکا که 7 نفر بودن، چون اینا یه شرایطی قائل میشن، مثلا این رو پی بی اس برگزار کرده، پابلیک برادکاستینگ، این شرایط میذارن، میگن هر کسی 200,000 نفر امضا بتونه بگیره، هر کسی $300,000 بتونه پول جمع کنه و اینها، ولی همش برمیگرده به پول. و اشکال این شد که سیاه پوستا و اینها از چیز رفتن بیرون، از این یعنی وقت مجانی که تلویزیون به اینا داد. البته میگن که حالا اون آقای بوکر ممکنه باز بیاد، و این 7 نفر دیشب یه جورایی هم به همدیگه حمله میکردن، که امروز با بوکر صحبت میکرد میگفت که ما باید حمله به خود رو کم کنیم و همه حملات به طرف ترامپ، سیستم بد ترامپ باشه. حالا ببینیم چه خواهد شد. و اما آیت الله سیستانی خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام در عراق شد. من نمیدونم مسئولیت ایشون در کشور عراق چیه که از اون ور میگن آقای زم رو این خواسته ببینه تا بلکه در ایران شلوغ برا بندازن، که زم دست و پا بسته تحویل ایران شد. حالا نمیدونم به خاطر که باباش آیت الله هست به اصطلاح بهش تخفیفی بدن و وضعش بهتر باشه و اینها، چون شما میدونید مثلا همون هویدا هم توی زندانی که بود باز تلویزیونی داشت، وسایل بهتری داشت، بهتر از زندانی های دیگه بود، که تازه بعد خلخالی هم بهش گفته بود که این زندان ها رو خیلی کوچیک ساختین. هویدا گفته بود خب ما کوچیک ساختیم، حالا خودمون داخلشیم، شما زندان های بزرگتری بسازین که بعد که نوبت خودتون شد جاتون بزرگ و راحت باشه. که خلخالی قبل از اینکه زندانی بشه گویا آخر عمرش دیوانه و روانی شد و بعدم فوت کرد و رفت. آیت الله علی سیستانی از مراجع شیعیان در عراق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد. سیستانی در اظهاراتی که توسط نمایندهش عبدالمهدی کربلایی در نماز جمعه کربلا نقل شد، تنها راه خروج از عراق از بحران سیاسی کنونی را برگزاری انتخابات پیش از موعد و تشکیل دولت جدید دانست. میدونید که حتی نخست وزیر عراق استعفا داد، ولی استعفای او هم نتونست مردم رو به اصطلاح آروم کنه و باید صبر کرد ببینیم که چه خواهد شد. و اما اینم از این، ما امروز آقای رضا اسلامی رو داشتیم، اگر نبودید و برنامه رو ندیدید حتما هم در کانون آوا این ویدیو به صورت بایگانی اونجا ضبط و نگهداری میشه، هم در فیسبوک میمونه و میتونید هر روز شب هر وقت هر بی وقتی تماشا کنید. اجازه بدید من از آقای سم سعید عزیز تشکر کنم که تنها کسی بود که به من گزارش داد که لینک تلویزیون مردم در مردم tv.com به جایی که برنامه زنده یا اون چیزی که شما داری بازپخش میکنی به صورت ویدیو نشون بده، ما رو میبره به صفحه یوتیوب کانال شما. وقتی رفتم نگاه کردم دیدم این یوتیوب بی حیا بدونی که به ما بگه آمده استریمینگ لینک،
اون به اصطلاح آدرسی که ما باید لینک رو بفرستیم عوض کرده. خیلی ها یعنی اصلا حالا درسته اینا به شما یه سرویس مجانی میدن ولی اختیار شما رو در دست میگه و ما تا مدت ها پیش حذر کردیم از این کار، نرفتیم سراغ این چیزای مجانی. ولی چه کار کنیم که شما دوستان چون حمایت نکردین به اندازه کافی، ما هم همون مای 150 دلار اینجا، مای 300 دلار اونجا، مای 200 دلار اونجا، اینا رو سعی میکنیم کم کنیم یا به قول اینها کات کنیم تا محتاج شما نباشیم. ولی اگر لطف کنید و حمایت کنید، خب ما هم میتونیم برنامه زیادتر بذاریم، دوستانی رو که امکان پرداخت هزینه ندارن دعوت کنیم و الی آخر. آقای شاهین خان فاتحی میگه 40 سال است که نعمت جمهوری اسلامی برای غرب به ظهور رسیده است. از روزی که خمینی از ما به راه آمد و ایران را ویران کرد، گزینه نابودی جمهوری اسلامی روی میز آمریکایی هست. اتفاقا گزینه نابودی، اینا چرا نابود کنن جمهوری اسلامی رو؟ ببینید این حرفی که شما میزنید با اون چیزی که خودتون دارید میگید فکر کنم باید یک کمی درستش کنید. تمام منافع این کشورهای اروپایی و از ترکیه شما شروع کن. آقا جمهوری اسلامی برای ترکیه بد بوده؟ جمهوری اسلامی برای اروپا بد بوده؟ جمهوری اسلامی برای آمریکا بد بوده؟ نفتی که ما اینجا الان از آب و شیر ارزون تر میخریم، اگه جمهوری اسلامی حالا یا جمهوری بود یا اسلامی بود یا آدمای مدیر و مدبری بودن، واقعا اینجا الان نفت میشد 2 دلار، بنزین گالونی 4 لیترش میشد 2 دلار؟ نه. خب پس براشون خوبه، چرا گزینه جمهوری اسلامی رو میز نگه دارن؟ بله ممکنه برای که هی دندون نشون بدن به آخوندها بگن نگاه کن اگه این کار نکنی نابودتون میکنیم، ولی چرا نابودش کنن؟ شما من بگو اونو نابود کنن، آقای شاهین فاتحی رو بذارن سر کار. آقای شاهین فاتحی شما میان منافع ایران رو اینجوری از بین ببرین، پولای ایران رو بدید این کشورهای دیگه، نفت رو اینجوری ارزون وسط دریا به صورت قاچاق بفروشید؟ هر آدم درستی رو شما بگی این کار نمی کنه. ولی مجاهدین بیان سر کار، حتما باید بدهی‌هاشون رو پس بدن، تعهداتشون رو پس بدن. آقای رضا پهلوی بیاد با تعهداتش پس بده. شنیدم این آقای حمزه‌لو گفته که خودش میخواد شاه باشه. گفتم حالا یه تماسی بهش بگیریم، بهش بگیم حالا که فهمیدی رضا پهلوی اهل خدمت و وظیفه و کار کردن و اینها نیست، شاید بتونیم با همدیگه صحبتی داشته باشیم. و اما سازمان ملل قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. بخونیم ببینیم که در این رابطه چی نوشته. قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران میگه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 18 دسامبر یعنی پریروز 27 آذر ماه قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با 81 رأی مثبت در برابر 30 رأی منفی تصویب کرد. اولا اون 81 رأی خب میدونیم درست، باید بریم ببینیم این 30 تا رأی منفی کیا هستن و 66 کشور نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادن. اونا بیخیالن، میگه برای من فرقی نمیکنه کجای دنیا چه کسی داره چه کار میکنه تا موقعی که منافع خود من در خطر نباشه. این قطعنامه پیش از این در تاریخ 15 نوامبر 24 آبان به پیشنهاد کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است. آقای خسرو بهرامی قرار بود در این رابطه یا روابط صحبت کنه، همون نامه یا درخواست رضا پهلوی به سازمان ملل، درخواست دیگران به سازمان ملل، حتی درخواست خود آقای بهرامی به سازمان ملل اینها، ولی متاسفانه وقتی این دوستان میان، با وجودی که ایشون دیدم یک دفتر صدبرگی که نه، ولی اینجا به اینها میگن نوت بوک یعنی دفتر یادداشت، از اینا لیگال پد آورده بود و با خودش هی ورق میزد، آخر نرسید به اون چیزایی که نوشته بود و قرار بود صحبت کنه و متاسفانه بیشتر رفت سراغ آقای انصاری، که آقای انصاری هم در تماسی که گرفت گفت که آقا این آقا همش دروغ گفته.
آقای انصاری گفت اولا در رابطه با پاسپورت اردنی، من در یکی از برنامه‌های خود شما گفتم که وقتی که به اصطلاح شاه فوت شد و اینها توی مصر بودن و اینها، و خب پاسپورت‌های ایرانی باطل شده بود، سفارت‌های جمهوری اسلامی در دنیا میگه هر کی پاسپورت ایرانی شاهنشاهی داره باید بیاد عوض کنه، اینایی که نزدیک بودن به خانواده شاه مخصوصا نمیتونستن این کار انجام بدن. بعد میگه ما چون میخواستیم مسافرت کنیم، مراکش بریم، آمریکا بیان اینها، دولت مصر، آقای بهرامی، دولت مصر نه اردن، برای اینها حالا یا پاسپورت یا ترافل داکیومنت درست کرده و اومده، و همه ما این موضوع رو این چیز رو داشتیم. و اینجا همین خود آمریکا، شما وقتی میای پناهندگیت قبول میشه تا موقعی که باید صبر کنی سیتیزن بشی، یه دفتر اگه بخوای مسافرت کنی یه 70 دلاری 60 دلاری یه پولی ازت میگیرن، یه دفترچه سفیدی بهت میدن بهش میگن ترافل داکیومنت، یعنی سند مسافرت. و من نمیفهمم کجای این انقدر اشکال بزرگی بود که شما روی این نکته تکیه میکردید که این بله پاسپورت داره، دو ملیتی، سه ملیتی، هرچی، همه ما هستیم. و بیشتر شما گفتید که مگه میشه این از دولتای مثل عربستان و مراکش پول گرفته باشه و همه رو داده باشه به رضا پهلوی. آقای انصاری میگه بله میشه، چون من آدم دزدی نبودم و مال کسی رو نگرفتم، اگرم حقوقی میگرفتم از اینا به عنوان مشاور مالی، به عنوان حسابدار و اینها، اون حقوقی بوده که هر کس میگیره و نوشته بوده و من در واقع تکسش رو یا مالیاتش رو هم میدادم. اجازه بدید من سلام کنم به دوست خوبمون آقای فرد یزدانی، فرزاد عزیز، که قبلا هم در تلویزیون مردم برنامه‌ای داشتن. آقا همه پیر شدن، همه چی میگن پراشون ریخته، همه، البته میخواستم بگم همه به فکر پولن، ولی این فرزاد یزدانی نیست. اصلا اگه دنیا و اینها پر پول بشه یا بی پول بی پول بشه، این به همون یک اتاق کوچولو و یک زندگی خیلی ساده قانع است. و آفرین بر شما که این قناعت، سعدی میگه که این زندگی و اینها یا قناعت پر کند چشم طمعکار و اینها رو، یا قناعت پر کند یا خاک گور. شما نگاه کنید، من دیروز داشتم رادیو گوش میدادم، گفت که این آمازون، این آقای بیزو که مال بیزه، ترامپ بهش میگه بوزو، بوزو یعنی دلغک، این خب یه آدم کوباییه اصلیتش، حالا نمیدونم شهروند آمریکان یا آمریکا دنیا اومده یا نه، ولی اصلیتش کوباییه. خب کوبا فقر و اینها، آمده اینجا، حالا اون ایده‌ای که داشته، عقیده‌ای که داشته، روز اول نشون دادن یه در کهنه رو برداشت گذاشت رو دو تا چوب و اینو به عنوان میز استفاده کرد، همه گفتن به به چقدر خوب ساده زندگی میکنه. یه دفعه حالا شما بزنید عکسای خونه هاشو نگاه کنید، یه دفعه یاقی شد، زنشو طلاق داد رفت با دوست دخترش و فلان اینها. این آقا میگفت که گفته که خب مثلا ما چرا پول بدیم به فدکس، ما که این همه چی میفرسیم خودمون، حالا اون قسمت پرایم چیز رو درست کرده که میبینید ماشیناش رو مرسدس بنز و داج و اینها هست توی خیابون، درست مثل فدکس عمل میکنه و از فدکس بیشتر به کارمنداش فشار میاره. اون روز داشتم فکر میکردم خب این آدم یه نفره، گیرم که حالا انقدر پول بده داروهای خوب بگیره و فلان اینا، 100 سالم زندگی کنه، الان فکر کنم 50 خورده سالش، آخه فکر کنه سالی چند لازم داره، هم الان بذاره کنار، باقیشو خرج دنیا کنه، به مردم کمک کنه. دیشب آقای برنی سندرز میگفت که اگه اشتباه نکنم بیش از 5 میلیون، نمیخوام عدد اشتباهی بهتون بگم، 5 میلیون زیر خط فقر هستن تو آمریکا، شاید هم بیشتر، شاید 40 میلیونه، نمیخوام عدد، برید نگاه کنید، اصلا فاجعه است، چقدر شبا گرسنه نمیخوابن. دختر خود من هفته پیش گفت که ما رفته بودیم یه جایی کمک کنیم به اینایی که خوراک ندارن و متوجه شدیم که این ایام به خاطر اینکه مدرسه ها تعطیله و بعضی از مدارس خوراک مجانی به دانش آموزا میدن، این دانش آموزا روزی که مدرسه تعطیله که نمیتونن برن مدرسه خوراکشون رو بگیرن،
باید من و شما کمک کنیم به این فود بانک ها، به این نمیدونم سوپ چی بهشون میگن، اینایی که سوپ میدن توی کلیسا و این ور و ور. یادم اون آقای کوروش وحدانی بود کی بود این کارو میکرد که اونم از ما قهر کرد، همه اینا قهر میکنه. بمانه و به فکر گرسنه ها باشید، مخصوصا توی این سرما. دوستان پریشب من تا ساعت 12:30 کار میکردم و وقتی از ماشین پیاده میشدی، یه اشتباهی هم که ماها انجام میدیم اینه که توی زمستون ماشین ها رو گرمتر از هوای خونمون میکنیم. بعد که میایم بیرون خب هوا همه زندگی نسبیه دیگه، خلاصه میبینیم چقدر سرده. ولی باور کنید مثل این میموند که یه کسی سوزن به شما میزنه، با وجودی که شال و پالتو و کلا نداشتم، ولی اصلا سرمای عجیبی بود. و همون موقع من به فکر اینایی بودم که هوملسن، یا زیر پل میخوابن یا پشت مغازه ها میخوابن و اینها، و هر کدوم از اینا هم مغازه ها به یه نوعی سعی میکنن که اینا رو اونجا راه ندن. یادمه این دوست اون آقای کباب بازار شب که میشد پشت مغازهش، مغازه بغلی حتی، میومد آب میپاشید. من یه بار پرسیدم شما این موقع شب سرما چرا آب میپاشید؟ گفت برای که وقتی خیسه هوملسان نمیان اینجا بخوابن. گفتم حالا بدبخت بیاد بخوابه، شما که تعطیلی، اونم پوینت داره. گو آقا اینجا میخوابه، همینجا جیش میکنه، همینجا پوپ میکنه، فردا که ما میای، فردا که شما میای ممکنه مریض بشین و اینها. یعنی چه باید کرد هنوز کسی نمیدونه. یک کسی برای من اینجا لینک هوملسای آمریکا رو بنویسه، لینک هوملسای کانادا، لینک هوملسای اروپا، برید ببینید. من تو فرانسه دیدم اینا، البته خود فرانسوی ها گفتم خیلی از اینا اونجا بهشون میگن جیپسی، جیپسی یا اینا کولی میشه. گفت اینا اصلا بهشون هم بگی آقا بی برو تو خونه زندگی کن، نمیرن، اینجوری زندگی میکنن، بچه دار میشن، بچه شون هم بعض وقتا تو خیابون دنیا میاد، تو خیابون کارهای غیرقانونی میکنه، تو خیابون کشته میشه، تو خیابون میمیره. و اینجوره. چه باید کرد من نمیدونم، شما اگه میدونید چه باید کرد بیان مهمان ما باشید. یکی از دوستان آقای آریانپور ایمیلی رو برای من فرستاد که اونم خانم شایسته فرستاد و براشون یکی از برترین دانشمندان جهان در زندان آمریکاست. به این میگن تروریست بین المللی. 4 ماه حبس و بازداشت غیرقانونی توسط دولت جنایتکار آمریکا. دوستم پتی که از من پرسید تو اینو گرفتی؟ گفتم گرفتم، میخوام ببینم این کیه، برنامهش چی بوده و اینها. خیلی تند قضاوت نکنید. اینجا پریجاج همون زود پیش قضاوت نکنید. و دیدم عکسش رو با آقای ظریف. حالا چی بوده ماجرا و اینها، خب خود ما شاهد بودیم که خیلی از ایرانیایی که اینجا دانشمندن و کارهای تکنیکی و اینها انجام میدن، آمده بودن توی معاملاتی که حالا یا به خاطر دلسوزی بوده یا به خاطر دلسوزی برای خودشون، نمیدونم عدسی فرستاده بود برای فلانچی، وسائل هواپیما فرستاده بود برای فلانچی، یقشونی گرفتن و چند تا از اونها رو دولت ایران با دولت آمریکا معاوضه کرد. جدیدن هم یه زندانی رو معاوضه کردن و دولت آمریکا هم اون روز داشت میگفت راجب اون آقایی که زن و بچهش آمدن، گفتن بله این جزء FBI بوده و CIA بوده. بعد اونایی که دستن در کار صحبت و معامله بودن به ایران گفتودن نه بابا این یه پیرمردیه دوست داشته بیاد کیش بگرده. حالا ایران بهشون میگه دیدید ما به شما گفتیم این ماموره، حالا مثلا ما اینو میدیم 3 نفر رو میخوان. ایران هم اینا رو به عنوان برگ برنده میگیره و ازشون به موقع استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه. و اما بریم باز سراغ این برنامه ها. خبر خوب بهتون گفتم، آقای امیر حسین لادن امروز ساعت 3 بعد از ظهر با ما هستن و آقای حسن ارشادم برنامه شماره 251 خود را که درباره حکومت بهائیان، بله دوستان حکومت بهائیان، اشتباه نکنید، حکومت بهائیان مدل فقیهانه هست صحبت میکنن. و میدونید که در همین تلویزیون مردم ما بعد از صحبتایی که آقای ارشاد کرده بود و بعد از اونایی که دوستانی که قهر کردن و بعد از اینکه تلویزیون GL باکس به ما گفته بود شما باید برنامه رو درست کنی بعد بفرستی برای نظارت، گفتم نظارت برای کی؟ آموز پرورش، اون اداره ساواک، اون یکی دیگه چیه مال آخونده،
وزارت ارشاد نظارت کی؟ گفت ما اونایی که دین بهایی و نال بلدن نظارت کنن رو ویدیوهای شما. گفتم برو آقا خرتو بفروش، خلاصه ول کردی اومدی. این از این. و اما بله H in your sign H نداریم دیگه. Mary impeachment. آها راست میگه، اشتباه نوشتم، H‌شون رو ننوشتم. خب آقای ارشاد برنامه 251 ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک پخش میکنیم. برنامه ایشون هر روز پخش میشه تا هفته آینده که ویدیوی جدیدی بفرستن. و باز ایشون از اولی هم که آمده گفته که اگر دوستان هزینه برنامه رو که خیلی مبلغ کمی از پرداخت کنن ایشون برنامه میسازه. و دیدم بنده خدا توضیح میداد که این مغازش آتیش گرفته بود و احتیاج داشته و اینها، ولی با همه اینها این کار رو انجام داده. حالا میگه احتیاج دارم به یک کامپیوتر، به یک دوربین بهتر و اینها، و اگه کسی هم میخواد تو ایران میتونه تماس بگیره با ایشون کمکش کنه. ولی دیدم که به اصطلاح یه نفر لود کرده و هزینه 10 برنامه آینده، یعنی از 251 تا 260 رو پرداخت کرده. و اون آقای پدرام تننازی هم که هفته قبل آمد و صحبت کرد و ما هم دیر رفتیم از اینجا ولی هنوز سر موقع بود، باورتون نمیشه اگه بگم، یا میگید این سوربی خرافاتیه یا داره دروغ میگه. من هفته گذشته روز جمعه چند بار درباره این نحس بودن فرایدی دی 13 صحبت کردم و گفتم من اصلا مسخره میکنم این چیزها رو. ولی بعد از اینکه دو سه تا ماجرا پیش اومد و اینها، منی که باید ساعت 5 کالج پارک باشم 3:30 بستم و جمع کردم تا از اینجا رفتم و رسیدم توی دالاس اکسس رود، دیدیم با همه وایسادن عین چراغونی امام زمان یا کریسمس، چراغای ترمز همه روشنه، ما وایسادیم. حالا یا حسن یا ایراده، من همیشه پام روی ترمز نگه میدارم، اینو از قدیم یاد گرفتم. یه وقت دیدم دوستان یک صدای محکم، اول نمیدونم چرا آدم صدا رو میفهمه، یک صدای بلندی آمد و من با این ماشینی که مثل مینیبوسه، وقتی که 28 نفر توش جا میگیرن، راستی مینیبوس های ایران توش چند نفر جا میگرفتن؟ 15 نفر؟ 18 نفر؟ اینا یه جوری درست میکنن خیلی قشنگ، ماشینی که 28 نفر با خود من 29 نفر شانس بودیم که خالی بود، البته خالی نه، پر از من بود. 2-3 متر نه 1.5 متر پرت شدم جلو، وایسادیم و ترمز دستی رو کشیدیم و گفتیم این حتما یکی از کامیونای بزرگی هست که کار میکنن یا اتوبوس، و این چیه که این همه چراغ رو میبینه ولی با این سرعت اومده. اومدیم پایین دیدیم دوستان یه مزدا سواری کوچولو رفته زیر ماشین ما. حالا چجوری این ما رو پرت کرد و یک ضربه هم اینجوری به گردن ما زد و اینها. خلاصه اومدیم یکم هم خندم نگرفته بود، ولی با آقای گفتم حالت خوبه؟ اینو به ما یاد دادن وقتی من برای این فیرفکس کار میکردم. گفت اولا از هیچ کس نپرسید که شما مجروح شدی، چون تا بهش بگی مجروح شدی یه چراغی تو مغزش روشن میشه که بیاد دنبالت. حالا اینکه اون تقصیر کار بود، ولی میپرسید میگفتن بگید که حالت خوبه، اوکی هستی؟ پرسیدیم و گفت بله و اینها. دیدیم بیچاره نمیتونه صحبت کنه، فکر کنم یارو تلفن بود یا تکست میفرستاد. خلاصه آقای پدرام تننازی به خاطر وایستادن و حرفای تکراری شما که نه سر داشت نه ته داشت و خیلی ها تا همین امروز صبح زنگ زدن گله کردن، ما اون شب 7 ساعت کار را از دست دادیم، تصادف کردیم و رفتیم. شایدم حالا اگه شما مثلا نمیمدی من زودتر میرفتم به جایی که اون مقصر باشه، من میزدم یه نفر رو میکشتم با ماشین. اینم آدم نمیدونه واقعا. اینجاست که همون اینجا بهش میگن دستینی، میخواستم بگم داینستی، دستینی یا سرنوشت. شما نمیدونی واقعا درسته نیست کی این برنامه رو میذاره که من بیام به جایی که از این جاده معمولی برم، برم از اون جادهی که باید بریم، حالا تو اکسپرس پولم بدیم چند دلار، ولی باز با این برنامه و بعدم با تصادف و با این چیزا بیایم اینجا. اینو نمیدونم چه باید گفت و چه باید
کرد. در هر صورت دوستان عزیز، آقای طنازی هم اون روز تو برنامه نوشته من 100 دلار بدم کافیه. میگم آقا من اصلا نمیدونم تو چی میخوای که 100 دلار بدی کافیه. وقت میخوای 100 دلار میخوای بدی من برای برم آدم بکشم؟ خب باید قبلش بیای بگی من چی میخوام. حالا دیگه بعدش هم نوشته بود، بعدش هم 30 بار واقعا زنگ زد. بهش میگم آقا شما چه 30 بار زنگ بزنی چه 300 بار زنگ بزنی، وقتی من نتونم و نخوام جواب نمیدم. خب آقای بهرام، آقای خسرو بهرامی لطف کرده دیروز زنگ زده، صبح پیغام گذاشته من تمام روز گرفتار بودم نتونستم، بعد زور زنگ زده، بعد شب زنگ زده و من از ایشون عذر میخوام و چشم حتما اون عکس ها رو براتون میفرستم. و امشب باید برم جشن کریسمس یه جایی، فردا سر کارم، یک شنبه باز یه جای دیگه هستم سر کار هستم، ولی چشم وقت کنم آقای بهرامی با شما تماس میگیرم. آقای بهرامی گفت اگه بشه من یه بار دیگه بیام. گفتم نه کاکو، چون اون روز از صبح تا عصر منتظرت شدم. درسته شما لطف میکنی یه مبلغی بابت حمایت از تلویزیون و بابت هزینه تایم و اینا به من میدی، ولی اون مبلغ من صبح تا عصر 4 برابرش رو میتونم در بیارم. و ما نمیخوایم بگیم هر کی هر جا پول بیشتر داد میریم اونجا، ولی معین بودم. مثلا من الان ساعت 3 بعد از ظهر قرار دارم با آقای لادن، همش ما میگم اردلان، با آقای لادن صحبت کنم. این بنده خدا از دیروز قشنگ مینویسن که بله من میتونم با شما باشم، بعد تاپیک یا موضوعاتی رو که میخوان صحبت کنن در موردش مینویسن، من مقاله شون رو میخونم و اینها. و اونجوری که شما بخوام من اینجا بشینم از 12 ظهر منتظر، خب قبلش هم دیگه کاری نمیکنم و اینها، اونجوری نمیتونم. اگه خواستید با اسکایپ با فیس تایم اینا میتونم. و شما قبول کنید سون و لید، دیر یا زود شما باید این تکنیک های جدید رو ازش استفاده کنید. یعنی شما نمیتونی بگی من از تلفن جدید استفاده نمیکنم، هنوز اون تلفن قدیم رو دارم. اصلا بعضی کارها رو انجام نمیده، بعضی سرویس ها دیگه به اون سرویس نمیدن. پس این دست از تنبل بودن، یک دنده بودن، دوب بودن بردارید و با وسایلی که داریم استفاده کنیم. شما اونجا قشنگ راحت، من اینجا قشنگ راحت وقت میذاریم. ساعت 3 بعد از اون، ساعت 2 بعد از اون، ساعت 11 صبح. الان ما با دوستمون از آلبانی، با اون کشور داغون، با اون امکانات اینترنت بعد، با این وسایل این بنده خدا، این مجاهدینی که جدا شدن وسایل درست حسابی که ندارن که. خب ما یه جرعه این آب رو بذاریم این و یه جرعه چای بنوشیم به سلامتی شما. ماجراهای این چایی هم دیگه بدون قند و شکر مزه نمیده. اون وقتا میگفتن که ما چای رو به خاطر ریش سفید قند میخوریم و اون یه مزه میده. بله، میگه مجید خوشنودی همشهری شما نیست، کجاست؟ نه آقا، مجید خوشنودی سر این ماجرای تظاهرات در ایران و اینا از ما قهر کرده. چی شده؟ ایشون تحت شعاع اون لس آنجلسیا قرار گرفته، با خانوادهش یا با دوستاش رفتن یه دوتا عکس گرفتن. بعد من براش میگم آقا کون لق آخوندا، گور پدر آخوندا، ولی اینجوری هم که شما ها میگید نیست. ایشون فکر کرد الان این بار دیگه پیروز میشن، گفت من فوری از سوربی خودم رو جدا کنم، شاید در رژیم آینده بشم شهردار خیابون شهناز. حالا اگه برنامه رو بعد نگاه میکنه بیاد. آقای خورسندی میگه با عسل بخور. آقا مدینه گفتی و کردی کبابم، یا بخور شیرازی ها کردی کبابو. آقا عسلا هم عسل نیستن، حتی میری اونجایی هم که کندو دارن میخری، بعدن معلوم شده اینا شکر میدن به خورده این عسلات. چه باید کرد نمیدونم، ولی با عسل اولا بدم میاد وقتی رنگ چای رو تیره و کدر میکنه، بعدم مزهش مثل واقعا مزه شکر نیست. ولی خیلی ممنون. میگه که یک مزخرفی نوشته بود خندیدم. خب همین دیگه، شما همینی که میگی آقای خوشنودی. اتفاقا بعضی وقتا چیزهای قشنگی مینوشت، ولی نمیدونم، میدونید بعضی وقتا دوستان بهش اینجا میگن پیر پرشه، تحت و شا قرار میگیرن. اینجوری درست میشه به فارسی؟ عجیب بدبختی به سرمون اومد. آلمانی یاد نگرفتیم، انگلیسی یاد نگرفتیم، فارسی رو هم داریم از دست میدیم و یاد نمیگیریم. فارسی هم داره عوض میشه تو ایران. تحت و شا قرار میگیرن، میشه بگیم تحت نفوذ که نه، ولی
اینا پیر پرشر به انگلیسی بهش میگن. مثلا بچه من ممکنه با سه نفر سیگاری بره بیرون، هرچی هم بگه آقا من سیگار نمیکشم، میگن حالا یه پوکی بزن، بعد شما میبینید سیگار میکشه، عکسش هم با سیگار ممکنه باشه. اینه بهش میگن پیر پرشر، یعنی فشار اطرافیان. آقای خوشنودی هم توی اون چند روز تظاهرات اگه نگاه کنی اصلا فشار اطرافیان روی پست هاش هم تأثیرش رو میبینید و بماند. حالا هر جا هست خوب و خوش باشه و کندو بگذار پشت خونه. بله اتفاقا داریم ما، ولی اون کفایت نمیکنه. خب این هم فیلم بی خانمان ها که خواسته بودید. بذارید ببینم این فیلم مال یوتیوب، ما نمیتونیم اینجا نشون بدیم متاسفانه. مال کجا هست؟ مال آلمان، مال دوچلند. بله بذارید من فقط عکسش اینجوری نشون بدم و بله ببینیم که چی میگه. صداشو بستم فعلا. آها اینجا هم هست، دوچلند همون آلمان میگه بی خانمان ها. لینکشو اگه روی صفحه عمومی بذاری مردم هم ببینن که بابا این کشورها هم به اصطلاح تعریفی که ما ازشون شنیدیم، بعد اون چیزی که اومدیم و دیدیم، واقعا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. خب دوستان عزیز 4-5 دقیقه دیگه ما میریم به سراغ آقای امیر حسین لادن و با ایشون صحبتی خواهیم داشت. و اما ببینیم که یکی از بزرگترین دانشمندان رو خوندم، این تحقیقات ممکن است منجر به لغو. اولا اون یه آقای بود پرویز مشرفش میگفتن، اینجا به شوخی بهش میگفتن پرویز بیشرف، این رئیس جمهور پاکستان بود، گویا محکوم به اعدام شده. شما میدونید خبر جدیدی ازش هست یا نه؟ و اینا همینه، اون میاد اونو میکشه، بعدی میاد اونو میکشه، بعدتری میاد اونو میکشه و الی آخر. احتمال اخراج لهستان از اتحادیه اروپا، میگه دیوان عالی به دولت هشدار داد. این اتحادیه اروپا هم حالا باید اول صبر کنیم ببینیم برگزیت، آقای بروس جانسون که اخراج به اصطلاح برگزیت رو انجام میده و بریتانیا رو خارج میکنه از این اتحادیه اروپا، چه میشه اوضاع یورو، چی میشه و اینها، تا بعد ببینیم. حالا دیگه لهستان، دیوان عالی لهستان در مورد احتمال لغو عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به دلیل اعمال اصلاحات قضایی دولت ملی‌گرا هشدار داد. تازه ترین موارد اصلاحی در نظام قضایی لهستان به مقام های این کشور اجازه می دهد تا قضاتی را که به این اصلاحات اعتراض دارد از کار برکرار کنند. اصلاحات پیشنهادی دولت هنوز به طور قطعی تصویب نشده، اما دیوان عالی لهستان روز سه‌شنبه 26 آذر 17 دسامبر گفته است که تصویب نهایی آن احتمالاً به لغو عضویت لهستان در اتحادیه اروپا. خب چرا حالا اتحادیه اروپا چیز ندارن مثل آمریکا؟ آمریکا خیلی استیتاش اصلا قوانینی داره، با اون یکی فرق میکنه، ولی همشون یونایتد استیت هستن به قول معروف. خب میگه که آقا شما دو تا فوش به خامنه ای بدید، مجید برمیگرده. ها 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 چشم آقا، ما که بارها گفتیم این همه اینا فوش دادن. این آقای وطن فروش نگاه کن، مهدی وطن خواه، از اولی که میاد فوش میده تا آخر. اون سکوی احمق از اولی که آمد فوش داد تا آخر. آقای شایان کاویانی، آقای فولادمند، به کجا رسیدن؟ به کجا رسیدن؟ خب آدم یه کاری میکنه که من بارها گفتم آقا اگه میبینی اون کارش درسته شما هم تقلید کن، شما هم کپی کن. خب حالا فوش هم دادیم، به کجا رسیدن؟ اولا میگفتن این آلت تناسلی دست پا نداره تو خیابون را بیفته بره دنبال این و اون، بعدم تازه اگه برسه اونجا نمیتونه در بزنه. صحبت از آلت تناسلی شد، یه کسی لینک ماهی هایی که شبیه آلت تناسلی مردها هستن و اومدن توی کالیفرنیا اینجا بذاره تا دیگران هم ببینن، اگه ندیدن بهشون میگن که پینس فیش یا هم چیزی، البته یه اسم دیگه ای داره، اون اسم تکنیکیه. و میگن که یا یک کشتی اینا رو خالی کرده یا اینکه دریا باعث شده اینا بیان، هنوز معلوم نیست. و اما صاحبان سبد نان اروپا،
زمین‌های حاصلخیز اوکراین فروشی نیست. اصلا درباره این دوتا هیچی نمیدونم، اجازه بدین چیزی هم نگم. سبد نان اروپا که هزاران نفر در شهر کیف پایتخت اوکراین در اعتراض به طرح بحث برانگیز اجازه فروش زمین‌های زراعی تظاهرات کردن. لابد همین پای آمریکایی‌ها باز شده اونجا، یا روسیه هم اونجا میخواد چیز کنه. اینا هیچ چیزی ندارن به غیر از بدبختی ملت، حالا یا اسمش سبد نان بذارن یا زمین‌ها رو بگیرن. یه کسی دیدم با اعتراض نوشته بود که آقا نمیدونم ایران همه جاشو اجاره دادن و فلان و اینها. گفتم والا اجاره دادن خب عیبی نداره اگه بابتش هم کرایه بگیرن، ولی اجاره دادن و کرایه نگرفتن یا بخشیدن و اینها مشکله. اونا رو هم خبر ندارم. اگه موضوع دقیقی هست، کسی مایل هست صحبتی داشته باشه، تشریف بیارن صحبت کنن. اجازه بدین تا من عکس آقای لادن رو بیارم اینجا قرار بدم که اول برنامه ایشون با این عکس صفحه فیسبوکشون آغاز بشه، تا این هم برنامه من رو از برنامه ایشون جدا کنه، هم برای اون دوستمون که کار ویدیو ادیتینگ ایشون رو انجام میده این کار رو آسان‌تر کنیم. پس با هم دیگه میریم به سراغ آقای امیر حسین لادن. اینجا هم من به شما میگم که قرار هست درباره چه موضوعاتی صحبت کنند. یکی این ایمپیچمنت یا استیزا ترامپ و دموکراسی، یکی دیگه هم عواقب یا پسایند بحران بنزین در ایران، حکومت اشرار و مردم واقعی چه کسانی هستند. ساعت 3 بعد از ظهر، ببین آقای بهرامی و دیگر دوستان، 3 بعد از ظهر میریم از اینجا به اونور آمریکا. خب آقای لادن، اجازه بدید من تصویر شما رو هم به این سیستممون بدم. و خیلی ممنونم، خوشحالم که امروز با ما هستید و مخصوصا درباره این دو موضوع که موضوع روز آمریکا و موضوع روز ایران هست با هم صحبتی داشته باشیم. بذارید من همون جوری که قبلا قول دادم برنامه خودم رو از برنامه شما با نشون دادن عکس فیسبوک شما شروع کنم. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم. ضمن سلام به ایشون و عرض خوش آمد، میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم تا مثل همیشه برای من و شما موضوعاتی رو باز کنن و ما هم شاگردای خوبی باشیم و یاد بگیریم. خیلی ممنون آقا، این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هست. درود بر شما جناب سروی، درود بر بینندگانمون و همینجور همیهنانمون. هممون میدونیم که این مسئله ایمپیچمن الان مدتی داره انجام میشه و دو روزه که گریبانگیر دونالد ترامپ شده. نزدیکترین واژه به ایمپیچمن در فارسی استیضاح. استیضاح همون چیزیه که یک مقام حکومتی رو میخواد وزیر باشه، نخست وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، زیر پرسش میبره و بهش رأی عدم اعتماد میده. و همونطور که میدونیم در دموکراسی قدرت ها به سه بخش مجزا، یعنی جداگانه و مستقل تقسیم شده که در درونه، برای اینکه این سه بخش نتونن به حقوق بخش دیگری تجاوز کنن یا دست درازی کنن، یک چیزی به وجود اومده، یک نظامی، یک روشی به وجود اومده، به انگلیسی بهش میگن check and balances، به فارسی هست مقابله و تعادل. این روش و نظام check and balances یا مقابله و تعادل میاد قدرت هر کدوم از این نیروهای سگانه رو در درون خودش محدود میکنه و مواظبه که اینا به کار همدیگه دخالت نکنن. در همین چارچوبه که الان این حادثه پیش اومده. اون قوا، سه نیرو، برای اینکه یک یادآوری بشه، به انگلیسی اولیش از executive،
که ما بهش میگیم حکومت، دومیش از لجیسلیتیو یا قانونگذاری، سومیش از جودیشل یا دادرسی. بر اساس این چکن بالانس، مقابله و تعادلی که مجلس یعنی قوای قانونگذاری، حکومت که اینجا دونالد ترامپ استیضاح کرده، ایمپیچ کرده، این در میهنمون هم یک سابقه ای داره این مسئله، یعنی اون تلاش های نخبگان و روشنفکران ایران طی دوران قاجار که سالهای سال دنبال این بودن که قدرت شاه رو محدود و مشروط کنن، بالاخره به نتیجه رسید و اون در زمانی بود که در ایران انقلاب مشروطه به وجود اومد. انقلاب مشروطه برای مشروط کردن و محدود کردن قدرت شاه بود. البته با کمال تأسف روحانیت دخالت کرد و مذهب رو آورد در میان گذاشت و مشروطیت تبدیل شد به مشروعه و اون قدرت خودش را دست داد، اون پاکی و صافی خودش را دست داد، در ضمنی که حکومت پهلوی پدر و پسر قانون اساسی را هر دو زیر پا گذاشتن و به جای این که طبق قانون اساسی سلطنت مشروطه داشته باشن، هر دوشون حکومت‌های فردی و دیکتاتوری داشتن و متاسفانه جمهوری اسلامی هم همون سیستم رو ادامه داد، یعنی یک سیستم فردی و استبدادی. اگر پرسشی هست در این مورد میتونیم گفتگو کنیم، وگرنه میریم به بخش بعدی. یه سوالی در رابطه با اون سه تا قوه‌ای که شما گفتید، ببخشید من این اسم شما رو اینجا بنویسم، شما گفتید قوه اگزیکیتیو یا همون دولت که الان ترامپ بالای اون هست، ولی من وقتی این سه قوه رو شنیدم که ما به ایرانی میگیم مقننه، قضایی، اجرایه، مقننه رو اول میگفت و حتی خانم پلوسی گفت که این ترامپ نمیدونه که اینجا قوه مقننه هست که بالاتر هست. نظر شما چون شما ممکنه فقط به خاطر ترتیبش گفتید چون با ای شروع شده بود اول بوده مثلا اگزیکیتیو. نه اتفاقا گفته شما کاملا درسته، یعنی حتی در قانون اساسی مشروطه نوشته مقننه و مجریه و بعد قضاییه، که البته من تلاشم این بود که به فارسی همشو بگم، و مقننه همون قانونگذاریه، مجریه حکومته و قضاییه دادرسیه، ولی گفته شما کاملا درست. خیلی ممنون. یه چیزی هم شما برای چکن بالانس گفتید، اینو به من بگید، مقابله و تعادل بهش میگن؟ مقابله و تعادل، حالا بعضی اون مقابله رو برمیدارن عوض میکنن، ولی جایگزینش هم همش معنیش همون مقابله و تعادله. خیلی ممنون، اینو من نمیدونستم تا امروز. بفهم اگر حرفی هست، وگرنه میتونیم بریم روی بخش آخرین نوشته. به نظر میاد شما امروز میخواییم برنامه رو خیلی کوتاه انجام بدید، هیچ اشکالی نداره. من اتفاقا در صحبتی که با ایشون داشتم گفتم که حوصله مردم توی این عصر های تکنولوژی و اینها خیلی کم شده و همه برنامه های کوتاه رو دوست دارن، پس من ساکت میشم، شما بفرمایید. من برعکس همیشه که مقاله رو باز میکنم، میخوام این دفعه فقط به فقط کپسول وار در موردش بگم. عنوان مقاله بود عواقب یا پسایند بحران بنزین، ولی اون لپ مطلب رو بخوام بگیم، میدونیم که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی عکس العملی بود به افزایش دو سه برابری قیمت بنزین که بدون اطلاع و بدون اعلام قبلی در نیمه های شب انجام شد. یعنی این افزایش سرسام‌آور واقعا مردم محتاج میهنمون رو تحت فشار غیر عادی و غیر قابل تحمل گذاشت. میخوام یه جمله رو که علی خامنه‌ای در مورد اعتراضات گفته بخونم. میگه که یک توطئه عمیق
وسیع و بسیار خطرناکی بود. حرکت تخریب، شرارت و آدمکشی که به بهانه قضیه بنزین لشکر خود را وارد کردند. خامنه‌ای میگه که آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشرار است. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشوند. هیچ کس به اینها، به این اشرار کمک نکند. دشمن اصلی یعنی استکبار جهانی است. خب من این گفته های ایشون بر من چند تا پرسش به وجود آورده. یعنی تلاش حکومت اینه که بگه که مردم معترض نیستن، اینا عوامل بیگانن، اینا دشمنن. یعنی از واژه هایی که به کار میبره مثل لشکر، اشرار. و اما باید از این خامنه ای چند تا پرسش کرد. آیا استکبار جهانی بود که با توطئه مردم رو به خیابون کشید، یا بی تفاوتی حکومت به اوضاع دردناک مالی مردم، مردمی که محتاج نون شبشونن؟ پرسش بعدی، آیا ملاهای دزد و فاسد آدمهای ناباب و اشرار هستند، یا مردم بیچاره و ستم دیده ایران؟ آیا خواستهای به حق مردم کینه ورزی و شرارت است، یا ضرب و شتم و کشتار مزدوران رژیم؟ به نظر من این دروغ پردازی ها و روزخونی ها دیگه خریدار نداره. بخش عظیمی از همیهنانمون بیدار شدن و از آگاهی نسبی برخوردارن. یعنی مشت حکومت برای مردم باز شده. به نظر من شاهد این موضوع شعارهایی که مردم میدن که واقعا به نظر من میزنن وسط هدف. شما نگاه کنین که میگه خامنه‌ای گفتش که استکبار جهانی، ولی ببینید مردم چی میگن. میگه دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. یا اینکه میگه که ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما، مرگ بر دیکتاتور، دیکتاتور حیا کن، مملکت رو رها کن، و در پایان مرگ بر خامنه‌ای. به نظر من این کاملا نشون میده که مردم میفهمن و درک میکنن دشمن کیه، مشکل کیه و از کجاست. چیزی هم که باعث این واقعا فقر و بدبختی و درماندگی شده خیلی خیلی مشخص، سیاست نادرست و فرقه‌گرایی رژیمه که سالهاست گریبان ملت ما رو گرفته. همه جور بهانه هم میارن، ولی اصل مطلب همینه: بی‌لیاقتی، فساد گسترده، و از همه بدتر ارجعیت‌های غیر ایرانی حکومتگرانه. منظورم از این چیه؟ این ارجعیات غیر ایرانی اینه که سرمایه هایی که ما نیاز داریم برای مردممون، برای نیازها و خواسته های مردم، برای نیازهای جامعه، اینا گذاشتن در اختیار حزب الله لبنان، شبه نظامیان عراق، حکومت بشار الاسد در سوریه، و همینطور حوتی ها در یمن. خب این مسلمن کفگیرشون خورده تاییدی. و اما میخوام یه چیز رو، دو سه جمله رو برای بینندگان بگم و پیشنهادم هم ارائه کنم. سیاست کلی جمهوری اسلامی بر پایه و اساس سخنان خمینیه. خمینی گفت ایران وجود ندارد، جز اسلام هیچ چیز وجود ندارد. این گفته شد سیاست و برنامه رژیم، و بر اساس این سیاست ارجعیت‌های رژیم رفت به سوی شیعه‌گری، فرقه‌گرایی و ارجعیت‌های رژیم در منطقه که الان اون چهار تا کشور رو نام بردیم.
میخوام این خواهش میکنم بینندگان توجه کنن به این دو سه تا جمله. مهدی بازرگان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی مینویسه خمینی مذهب را جایگزین ملت و مملکت کرد. عنصر مذهب به جای ملت و مملکت اولین تمایز و توسعه خط مشی امام شد. یعنی کنار گذاشتن یا فرعی شناختن ایران و ایرانیان. ببینید این یک شخصیتیه که مورد توجه و مورد اعتماد مذهبیون بود، همینطور بخشی از ملی گرایان و اولین نخست وزیر جمهوری اسلام. علی شریعتی هم که فکر کنم اکثر هممیهنانمون میشناسن، یک شخصیت برجسته اسلامگرا بوده. ببینین ایشون چی میگه در این مورد. میگه در مورد نقش اسلام در جامعه و فرهنگ ایران، این توی گیوم است، میگه ضعف احساس ملیت در ایران اسلام است که یک مذهب خارجی است، به خصوص مخالف صریح اصل ملیت است. بعد میگه تاریخ ناظر و شاهد است که پیش از اسلام احساس ملیت در ایرانیان بسیار قوی بوده و قوی تر از مذهب. خب پس ما الان سخنان خمینی رو شنیدیم، سخنان بازرگان رو شنیدیم و اینم در سومیشم علی شریعت. حالا پاسخی که ما میتونیم داشته باشیم برای این مسئله چیه؟ راه نجات چیه؟ کجاست؟ یعنی نمیخوام فقط ذکر مصیبت کنیم، میخوام راه حلم با هم نگاه کنیم. از دید من این سه تن از مهمترین شخصیت ها هستن در رابطه با نقش مذهب در میهن ما. آن چه این سه نفر دارن به ما میگن به نظر من خیلی روشن و نجات دارن در ذهن به ما نشون میدن که راه نجات از این بنبست چیه. به نظر من نه ضدیت با مذهبه، نه دشمنی با روحانیته و نه نجات پرستی. میگم نجات پرستی برای این که ما وقتی میخواییم با مذهب و آخونده و این حرفا مبارزه کنیم نجات پرست میشیم، میخواییم خودمون رو از عربا و دیگران جدا کنیم. ولی من میگم راه حل هیچ کدوم از این ستا نیست، بلکه ما باید بدل این حرکت رو بزنیم. بدل رو یادتونه که یه نفر پن میزد مثلا در کشتی و اون کشتی دیگه بهش بدل میزد و ما میخواییم بدل این مسئلهی که الان شنیدیم از دهن خمینی و بازرگان و شریعتی ما بدلش رو بزنیم. این پیشنهاد منه که بدلش ملیگرایی ایرانیست، استقلال اقتصادی و سیاسی ایران در چارچوب راه مصدق و جمهوری دموکراتیک و لائیک. جمهوری و دموکراتیک رو همه میدونین، لائیک رو میخوام یه دور دیگه شرح بدم. اینجا لائیک یعنی دین جداگرایی، یعنی بریدن کامل پای مذهب از سیاست. در سیستم لائیک دین در حوزه شخصی میمونه، سیاست حوزه جمعی رو مدیریت میکنه و این دو کاری به کار همدیگه ندارن. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. اگر اجازه بدیم من یک نوشته کوتاهی رو از آقای چمنارا در مورد همین خمینی و حکومت و اینها ایشون نوشتن. مردم ایران 12 فروردین 1357 بعد از 9 ماه شنیدن دروغ‌های خمینی و آخوندها به حکومت اسلامی با 98.2% رأی مثبت دادن، ولی مردم ایران هرگز به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی ندادن. آقای خمینی درباره قانون اساسی خودش در تابستان 1358 گفت خدعه کردم،
اعتراض مردم ایران به قانون اساسی و اصل 110 ولایت فقیه در تابستان 1358 از کردستان شروع و با کشتار تاریخی خلخالی خاموش شد، ولی همچنان بعد از 40 سال ادامه دارد. این هم نظر ایشون. ضمناً خانم تننازی از فرانسه نوشتن که برنامه های آقای لادن، اجازه بدین بخونم، برنامه های آقای لادن قابل توجه و ارزشمنده، بلند مدت باشن چه بهتر. با شما مخالفت میکنن درباره این که میخواین برنامه ها کوتاه باشه. در اصل ممنونم از شما دوستان عزیز. در طی برنامه عکس صفحه فیسبوک آقای لادن رو نشون دادم، وبسایت ایشون هست و دوستانشو اندیشکده.net، یادتون باشه آخرش هم h نداره. من یه بار دیگه الان اینجا بهتون نشون میدم، اندیشکده.net. میتونید از این طرق باهاشون تماس بگیرید. اگر هم مشکلی داشتید با من تماس بگیرید تا ترتیب تماس یا ارسال سوالات شما یا نظرات شما داده شود. آقای لادن خیلی ممنونم از شما و من همش میپرسم چه خبر از ایران. شما حالا راه حل ها را گفتید که این به اصطلاح نجات پرستی و اینها نیست و فکر میکنید که امیدی هست واقعا؟ چون باز این تظاهرات هم خاموش شد، حتی شنیدیم که اینا میخوان با یک مبالغی صاحب عزا رو به قول معروف ساکت کنن. ببینیم دو سه تا مسئله اینجا هست. اولا تو یادم نرفته دوستمون در فرانسه که اون کامنت رو دادن، اگر هر پرسشی داشته باشن من با کمال میل آماده پاسخ دادن هستم، و همینجور دوست دیگرمون که در مورد قانون اساسی و رأی دادن به جمهوری اسلامی آریانه رو گفتن، حتما ایشون به خاطر دارن که ما وقتی 98.2% رأی دادن به جمهوری اسلامی آری یا نه رأی آری دادن، مشکل این فقط نبود که بعدن خمینی خودعه کرد، مشکل این بود که این 98.2% چیزی در مورد جمهوری اسلامی، چارچوبش، ضوابطش، حق و حقوق مردم، قدرت و مسئولیت دولت، هیچ چیزی کسی در موردش نمیدونست. و واقعیت اینه که یه مقداری گوسفندبار، منظور توهین نیست، منظور اینه که حقیقتی رو باید بیان. ولی همون مردم الان یک بخش اعظمشون بیدار شدن، برخی از این مردم از آگاهی نسبی برخوردار شدن و اینا خودش ما رو نزدیکتر میکنه به رهایی. برای اینکه همچی که اشاره کردم، گفتم ما باید بدل بزنیم، علت که وقتی دوتا کشتیگیر با هم مبارزه میکنن فن میزنن و بدل میزنن، اینه که نیاز به زور کم میشه. ما نیاز به بدل زدن داریم تا بتونیم بر این رژیم فائق بشیم، پیروز بشیم. و واقعیت اینه که من پیشنهادم اینه دفعه بعدی که میام تو خیابون و یک خاصه مشخص داریم، یا نیایم تو خیابون، یا وقتی اومدیم تو خیابون وایسیم تا اون خاصه رو بهش برسیم. برای اینکه اگر بیایم تو خیابون اونا بکشن و بزنن و تارمار کنن و بعد برگردیم تو خونه، یعنی یک پیروزی دیگه میدیم به دولت و داریم بهش یاد میدیم که هر وقت خواستی بزن و بکش اینا، ما میریم تو خونه. برحال من هیچ وقت خودم اجازه نمیدم که بگم بیایم بیرون کاری بکنین، ولی اگر خواستیم بیایم بیرون کاری بکنین وایسین تا پیروز بشین. اون میشه همون که با برنامه بیان بیرون، یعنی برنامه داشته باشه. ممنونم از شما آقای لادن، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. بازم اگه صحبتی دارید بفرمایید، ما یاد میگیریم، و اگر نه که با امید دیدارتون در هفته های آینده. حتما. درود. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم و وبسایت ایشون و صفحه فیسبوک ایشون رو هم دیدید. من یه بار دیگه نشون بدم، پلیر شماره 4. بله، اگر مایل بودید که با ایشون در تماس باشید، میتونید از طریق فیسبوک یا از طریق وبسایتشون باهاشون تماس بگیرید. و بسیار خوشحالم که آقای لادن با ما
هستند و دقایقی رو اینجا یاد میدن، نوشته هاشون رو میخونن و برای من و امثال من تنبل که حوصله خوندن نوشته ها رو نداریم، آقای لادن این کار رو آسون میکردن. البته این هفته اجازه بده ببینم چرا این میاد، من برش دارم به این هفته گفتن که میخوان روش جدیدی رو امتحان کنن و ویدیوها رو به اصطلاح از لحاظ زمانی کوتاه‌تر داشته باشن تا بعد تصمیم نهایی رو بگیرن. خب دوستان عزیز اجازه بدین همین نوشته آقای چمنارا رو من براتون بخونم اینجا، اجازه بدین. بله، ویدیوهای آقای چمنارا رو روی فیسبوک میذاریم، روی بالاترین میذاریم، روی تویتر هم میذاریم. من این ور میبینم مثلا روی فیسبوک، روی یوتیوب ما نوشتیم 2000 نفر سابسکرایب، اونجا میشه 1000 خورده فالوور، ولی نمیدونم یا ما بلد نیستیم. گفتم به این دوستمون آقای اکبری، شما که همه چی واردی، به ما یاد بده. ما از این دوستان ایرانی که خودشونم به ما میگن دوست ما هستن چجوری حمایت جلب کنیم یا جذب کنیم یا هر چی که میگیم. دیدم آقای وحید اسکندری تو برنامه قبلی برای من نوشته بود که سلام، من دیگه نمیگم دوست، شما گفتید کلمه دوست رو نگو. من فکر نمیکنم هیچ وقت گفته باشم به کسی کلمه دوست رو نگو. گفتم توی بعضی از تعارفامون منظورم من به شما نبوده، کلی میگم. مثلا به نفهم میگیم استاد. خب حالا شما موزیسین هستین، ممکنه در کارتون استاد باشید، من به شما بگم استاد راه دوری نرفته، ولی من اینکه اینجا نشستم خبرها رو 3 ساعت بعد از شما میفهمم، 1 روز بعد، 2 روز بعد میفهمم چه استادی دارم. و خیام بهترین حرف رو زد، گفت شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار خود هنوز استاد نیم. بریم سراغ آقای چمنارا و اینجا من اینو عوض کنم باز بنویسم 5 نفر. میگن که مردم ایران 12 فروردین 1358 بعد از 9 ماه شنیدن دروغهای خمینی و آخوندها به حکومت اسلامی با 98.2% رأی مثبت دادن، ولی مردم ایران هرگز به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی ندادن. آقای خمینی درباره قانون اساسی خودش در تابستان 1358 گفت خودعه کردم. اعتراض مردم ایران به قانون اساسی و اصل 110 ولایت فقیه در تابستان 1358 از کردستان شروع و با کشتار تاریخی خلخالی خاموش شد. 40 سال است که رژیم آخوندی آن اعتراضها را به قانون اساسی بی‌شرمانه تجزیه طلبی میگوید و تبلیغ میکند. بیانیه 21 خرداد امسال 14 تن برای تغییر قانون اساسی با 3 برابر کردن قیمت بنزین توسط شورای اقتصادی خران به قول آقای خمینی اکنون به یک جنبش همگانی و خودجوش تبدیل شده. گروهی به اصطلاح اپوزیسیون ثروتمند و رساندار خارج ولی ناشناس در داخل ایران با کوبیدن بر طبل توخالی قانون اساسی مشروطه قاجار سال 1285 سعی می کند جنبش داخل ایران را منحرف کند. دستگاه های تبلیغاتی و اطلاعاتی رژیم با آتش زدن و تخریب اموال مردم و دولت این جنبش را مثل یا مانند اعتراضات گذشته می خواهند به انحراف بکشند. جنبش تغییر قانون اساسی و تغییر ساختار در ایران یک جبر تاریخی خواهد بود. شیعیان یا توی پرانتز پیروان حجتیه حاکم بر ایران به هیچ وجه قبول نمی کنن موضوع امام زمان و امامان در قرآن نوشته نشده، چون نمی خواهن و اجازه نمی دهن قرآن راستین به زبان فارسی خوانده شود. دیروز من یه نفر برای من یه چیزی فرستاده بود به نام اگر از اون رو به فارسی بخونیم، اینو برای خودم پخش کردم، کلی خندیدم، روی فیسبوک هم گذاشتم، خیلی قشنگ طرف اجراش کرده. مثلا میگه خدا بزرگه، خدا بزرگه، بیاین نماز بخونین، زود باشین، بیاین نماز. خیلی قشنگ اجرا. اگر اذان اگر به فارسی خوانده شه. بله، میگن که این دوگم
این دوگماندیشی باعث می شود با ایمان پیاده به زیارت چمکران و کربلا می روند و حاصل آن پایداری همین رژیم آخوندی بوده است و همانطور پیروان قانون اساسی مشروطه 1285 قاجار و بازگشت رضا شاه دوم به سلطنت به هیچ وجه قبول نمی کنند که اصلاح قانون اساسی مشروطه و بازگشت رضا شاه دوم به ایران محال است، چون چند صفحه قانون اساسی مشروطه را نخواندند و بیوگرافی 45 سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی را نمی‌دانند. این دوگماندیشی طرفداران قانون اساسی مشروطه و چاپلوسان رضا پهلوی باعث می‌شود مثل زائران چمکران بی تأمل به شورا و فرشگرد و ققنوس می‌رفتند و شاهزاده امروز بر موج اعتراضات در داخل ایران سوار شده و خامنه‌ای او و شهبانو را هدایت کننده اعتراضات مردم در داخل ایران معرفی می‌کند و نتیجه این چند دهه موج سواری پراکندگی و عدم اتحاد اپوزیسیون خارج است. برنامه 15 دسامبر که از رادیو جوانان ایشون اونجا برنامه می‌ذاره روزهای شنبه پخش شده، لینکش هم میذارم تا یکی دو ساعت دیگه روی صفحه فیسبوک مردم تیوی و توییتر رو بالاترین اونجا برید تماشا کنید. بعدم نوشتن که ارادتمند سهراب چمنارا وبسایت خودشون هم دو تا وبسایت دارن، یکی قانون.org، یکی ایشون هم مثل ما هست، حالا از یک وبسایت داشتن چه خیلی دیدن که دوت تا دارم. بله، بعضی وقتا ما ایرانی ها هول میشیم وقتی میایم یه چیزی رو شروع میکنیم، میگیم خب یکی کمه دوت تا بسرون، بعدن میبینیم که همون یکیش هم ما نمیتونیم هندل کنیم یا اداره کنیم یا از پس مخارجش بر نمیاییم. دیروز راجع به هک کردن بیزینس ها میگفت و به غیر از این که این افراد با افکار پلید میان و چیزا رو هک میکنند، بیمارستان، شهرداری و اینها، میگفت خیلی از بیزینس ها رو وقتی یه بار هک میکنن این بنده خدا دیگه از بیزینس میره بیرون، شاید به دلیل اینه که اصلا این بیزینس با اینترنت راه افتاده و جون گرفته. خب همین ما دیگه تلویزیون مردم تیوی اولین تلویزیون اینترنتی فارسی هست که سال 2003 شروع شد. خب اگر همون موقع ما هک می شدیم از بین می رفتیم دیگه، اون موقع یوتیوبی نبود، جایی نبود، یه جا پول می دادیم ویدیو رو اونا برامون استریم می کردن، یه لینکی هم به ما داده بودن، اینو می آوردیم می زاشتیم روی مردم تیوی دات کام، اگه یکی می مد اینو می زد یا اونو می زد از بین رفته بودیم. ولی بیزینس های امروز باید تمام تخمرغاشون رو توی یک سبد نذارن. اینجا فیسبوک هست، اینجا نمیدونم وبسایت خودته، اونجا یوتیوبه و الی آخر، که الان لابد دوستان میگن خب پس چرا شما خودتو محدود کردی، روی تلگرام نمیای، روی نمیدونم اینستاگرام نمیای. جواب شما این موی اینجا هم نمیگن موی سفید، میگن موی خاکستری، گری هر. اینم از این. ساعت 3:31 دقیقه است، اجازه بدین باز یه چند تا خبر براتون بخونم و بعد با هم بریم برنامه آقای حسن ارشاد رو ببینیم. این خبر این بود: یکی از بزرگترین دانشمندان جهان در زندان آمریکا، تروریست بین‌المللی. روایت دکتر مسعود سلیمانی از 14 ماه حبس و بازداشت غیرقانونی توسط دولت جنایتکار آمریکا، ریسیسم اوریان، اینجا با فارسی میگن راسیسم، راسیسم اوریان، دروغ، تحریف و تهدید چگونه اساس سیاست دولت فعلی آمریکا میباشد و بیشتر مردم جهان که قربانی تبلیغات دائمی آمریکا و اقمار آن میباشند، از این گونه حقایق آگاهی واقعی ندارند. شما هر از چند روزی میبینید که یه نفر بعد از 25 سال، بعد از 30 سال، بعد از 40 سال، خیلی ها هم هر روز منتظر اعدام بودن تا ای که بعد اصلا بیگناهیشون به وسیله شاهدی آمده گفته آقا من تو زندان بودم و حالا میبینم شما میخواین یک کسی دیگر رو بکشین، من رستگار شدم، فلان، من اونجا کشتم. بعد چیزایی میگه که هیچ کس به غیر از قاتل خبر نداره. اینا مجبورن اون کسی رو که به اتهام گرفتن آزاد کنن. خیلی هم
پول میدن، ولی اون پوله شما چند حاضری بگیری 20 سال بری زندان؟ اصلا چند حاضری بری زندان بعد از 20 سال آزادت کنن پولی بگیری؟ اون مبلغ چیه؟ چون چند حاضری بگیری خیلی ها بگن آقا ما 20 سال میریم بعد میایم بازنشست میشیم، ولی اونی که نمیدونه، اون که برای پول نرفته زندان، میره زندان بعدم بهش میگن آزادی، اینم این چند میلیون که همون موقع هم این بیچاره میاد، حالا فامیلاش انتظار دارن، دوستاش که حتی ممکنه ملاقاتش هم نرفتن تو 20 سال انتظار دارن و خیلی هاشون زندگی خوبی ندارن، اصلا نمیتونن خودشون رو تطبیق کنن با جامعه بیرون. و اما این هم یه خبری بود، آمازون که درباره‌اش صحبت کردیم، این آقای بیزو این نوشته بود که 3 میلیون بله نوشته بود تا امروز آمازون 3,659,045.13 داده به امریکن رد کراس، همون صلیب سرخ آمریکا، و 156,109,909.51 هم داده به انجمنهای خیریه دیگه. ولی برنامه ها رو نگاه کنید، آقای چیز از دولت زمین های مجانی میگیره، از دولت یه قیمت های میگیره و کاری میکنه که مالیات نمیده، این مالیات نمیده، اون والمارت، اون هوم دیپو و همه اینها کارمنداشون که با افتخار بیچاره ها صبح بلند میشن به اون زود و سرما و گرما، برو بچهش بذار اینجا، برو اونجا، میرن سر کار، من و شما داریم به اینا خرجی میدیم تا بتونن حتی خوراک بخورن، خوراکاشون هم ناسالمه، چون زن شوهر هر دو کار میکنن، ساعتی 8 دلار، ساعتی 10 دلار، و این حتی اگر هر هفته 40 ساعت کار کنن، 2 تا 40 ساعت میشه 400 دلار، 2 تا 400 دلار میشه 800 دلار، 50 تا 800 دلار میشه 40,000 دلار در سال. اینا معمولا خانواده های پرجمعیت هستن، اجاره خونه، مخارج، اینا رو که کم میکنی اینا احتیاج دارن، وقت میان از کجا میگیرن؟ از سوشال. تحت چه اسمی؟ ویلفر. تحت چه اسمی؟ تحت فودستم، که حالا دیگه یه شارلاتانی هم پیدا شده و همین هم میخواد از اینا قطع کنه. اون شارلاتان همه تون با هم فریاد بزنین اسمش چیه؟ آه گوشم کر شد، ترامپ. بله. خب، 2 فیلم ایرانی در فهرست برترین، بالاترین فیلم های جهان در 10 سال اخیر. این کلمه برترین بعضی وقتا اگه درست نگی شنونده گوش میگه میشه بدترین. برترین فیلم های جهان در 10 سال اخیر. ببینیم ایرو نیوز این فیلم ها رو چی گفته. گفته 2 فیلم ایرانی در فهرست برترین فیلم های جهان. در این فهرست نام 2 اثر از سینماگران مطرح ایرانی در رده های 8 و 20 به چشم میخوره. نمیدونم این کلمه چیه. الوسینه در وبسایت خود نوشته است که برای تهیه سیاهه مورد نظر ابتدا نام فیلم هایی را که این سیاهه هم پیشنویسه، اینجا درافت میگه، قدیما سیاهه میگفتن، میگو بیا ببینیم این سیاهه حساب تو که دست نمجو بستان نوشته بوده. مهمترین جشنواره جهان یعنی اسکار و نیز برلین و کن و سزار برنده جایزه نخست شدن جدا کرده و سپس با توجه به نظر بینندگان این فیلم ها و تفسیرها و نقدهایی که بر آنها نوشته شده نام 20 فیلم برتر سالهای 2010 تا 2019 میلادی را حداقل امتیاز داد شده به فیلم های برای قرار گرفتن در این فهرست 1,000 امتیاز بوده است. در این رده بندی فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی به عنوان برترین فیلم ایرانی در جایگاه 8 قرار دارد. این فیلم که در سال 2012 برنده جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار شد، نخستین فیلم اسکاری ایران است. این فیلم تاکنون برنده جوایز زیادی در بخش‌های مختلف جشنواره معتبر جهان شده است. اینم خب خوبه که باز توی چند سال گذشته باز این هنوز توی رده 1 تا 20 قرار داره و تبریک میگیم به سازنده این فیلم، هنرپیشه‌های اونها. و داستان خیلی غم‌انگیزی داشت که مرده به خاطر پدرش مجبوره و میخواد توی ایران بمونه، خانمه به خاطر بچهش
مجبوره و میخواد که از ایران بره. اگه ندیدین بیشتر از این تعریف نمیکنم، حتما فیلم ببینید، خیلی قشنگه. واقعیت هایی از داخل ایران، زبالگردی 5000 کودک در پایتخت ایران. این فقط مال تهرانه. اینم عکسش. حالا ببینیم مقاله چی نوشته برای شما بخونیم. بله، زیر زربین وایس آف امریکا. اوکی، اینه عکس. میبینید پشت چه سری کاغذ و کارتون جمع میکنه، اینا رو میبرن میفروشن، طرف خمیر میکنه، بعد پاکت درست میکنه، نزدش چیزای دیگه. میگه زباله‌گردی 5000 کودک در پایتخت ایران بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در تهران، 54000 مخزن جمع‌آوری زباله در پایتخت وجود دارد و طبق برآوردها 14000 نفر در سطح شهر مشغول زباله‌گردی هستند که از این تعداد 5000 نفر کودک هستند. کمترین سن برای شروع زباله‌گردی 10 سال است. کودکان از سن پایین‌تر نیز رویت می‌شوند که معمولاً به همراه پدر خود زباله‌گردی را فرا می‌گیرند و افراد کهنسال نیز از جمله زباله‌گردها هستند. اغلب تحصیلات ابتدایی دارند و معمولاً از سوی خانواده طرد شده، معتاد یا متارکه کرده یا مهاجر هستند. پیمانکاران شهرداری از زباله‌گردها استفاده می‌کنند و هیچ قانونی نیز زباله‌گردی را جرم نمی‌داند و زباله‌دزدی از زباله‌گردها خطری است که آنها را تهدید می‌کند. به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، سخت‌ترین و پرآسیب‌ترین کار کودکان زباله‌گردی است، زیرا آنها به انواع زباله از جمله زباله بیمارستانی دست میزنند و تنها راه این است که پیمانکاران قانع شوند تا از کودکان استفاده نکنند. یه خبر دیگه هم این زیر هست، براتون بزرگ بخونمش که اینم جالبه، چون میدونید مدت ها بود این خبر وضعیت بد و خطرناک هوای تهران و اینها چیز شده بود، به اصطلاح سرتیت بود، ولی اینقدر مسائل و مشکلات دیگه هست که اینا به دست فراموشی سپرده شده. کیفیت هوای تهران افتضاح است. رئیس شورای شهر تهران گفت وضعیت کیفیت هوا در پایتخت افتضاح است. این موضوع نیاز به تصمیم ویژه حاکمیتی دارد، و تنها یک دستگاه در رفع آن سهیم نیست. آلودگی هوا منشأ آن مصرف سوخت بالا در پایتخت و نوع سوخت است که پدیده انرژن یا وارونگی دما بر آن دامن میزنند. نمیدونم تو ایران هنوز توی بنزین هاشون سرب هست یا نیست که اینجا بهش میگن لد، و اینجا سال هاست که به تدریج کم کردن تا الان به صفر رسیده. خانم دکتر بهیه جیلانی که لطف دارن و بیننده برنامه هستن، بذارید من اینم دو ستا رو روشن کنم که تاریخ و اینها هم دیده بشه و همش ما ننویسیم پول، کسی هم که پول نمیده بیاد اینجا. تا شیش هم داریم که نمیسیم مردم تیوی. بله، اینم این. بله، خانم جیلانی نوشتن تمام جعبه های شیرینی از همین کارتون ها ساخته می شود. یادتونه این قطعه های شیرینی یه مقوای بدرنگیه، حالا اون سرش از سفید بود، میگن وقتی سفیده از کاغذ نو استفاده می کنن یا از درخت تازه، وقتی که اینجوری قهوه‌ای رنگ بود، اینا از خمیر همین کاغذ های استفاده شده و کارتون ها و اینا هست. حالا سوال پیش میاد، چون همینجا با افتخار می نویسه این پاکت از ریسایکل، اونجا میگن بازیابی، اینجا با افتخار می‌نویسه این پاکتی که شما دارید استفاده میکنید از بازیابی یا همین ریسایکل یا از دوباره استفاده کردن به دست میاد. آیا به نظر شما اون قطعی که به شما میدم تو ایران شیرینی داخلشه، بعد از اینکه این کارتون رو گرفتن بردن آب ریختن خمیر کردن برده تو کارگاهی که اینو خوش میکنن و اینا، آیا اگه جرمی، میکروبی، ویروسی چیزی باشه همینجوری توش میمونه یا نه؟
چه باید کرد، اگر جوابی برای چه باید کرد دارید بنویسید. بله آقای مشرفم پیدا شد، گفتم بهتون این آقای مشرف اینم همیشه موهاش رنگ میکرد، اینم خیلی فکر میکرد مثل ترامپ خوشتیپه، و حالا ببینید که دادگاه ویژه پاکستان چی گفته. جرم پرویز مشرف 76 ساله که به مدت 9 سال زمام امور کشورش را در اختیار داشت، تعلیق قانون اساسی و اعلام وضعیت اضطراری برای حفظ قدرت اعلام شده است. همین کاری که ترامپ اینجا انجام داده، حالا شانس آورده، البته یه احمق مال ریپابلیکن ها اومد گفت که این کاری به ترامپ میکنید درست منو یاده این انداخت که اون حکومت رومیان هم برای جیزز عیسی مسیح انجام داد. من هم موقع دلم گفتم امیدوارم که اینا هم اینو به صلیب بکشن که دیگه شما استفاده کنی بگی این واقعا جیزز. یا یکی دیگرش گفت این میدونید که تو همین آمریکا دوستان، تو همین آمریکا افرادی رو به عنوان این که جادوگر هستن و اینها آتش زدن، سوزوندن، اعدام کردن، توی آب خفه کردن، و یکی دیگرشون میگفت که اینم مثل همونه. حالا آقای شومر که نماینده ماینوریتی، اقلیت سناتورای دموکرات، چون سناتورها توی مجلس اقلیتشون دموکرات ها هستن، اکثریتشون جمهوری خواه، شومر که مال نیویورک همیشه هم عینکش میذاره اینجاش نمیدونم، اینم دیگه برای خودش یه تیپی درست کرده، این حرف خوبی زد، گفت خوب آقایون خانم شما داد بیداد میکردین که توی مجلس اجازه ندادن شاهدین بیان، اجازه ندادن ترامپ بیاد صحبت کنه که دروغ میگه، یعنی اونا که میگن دروغ میگه، خب حالا که ما میگیم بیان چرا نمیان؟ بعد شما که میگین اینا جرائم خیلی کم و مختصریه، اگه خیلی کم و مختصره این دوتا جرم که یکیش دست انداز درست کردن در راه همون مجلس نمایندگان هست و یکی دیگرش هم سوء استفاده از قدرت، اینا اگه جرمای کمیه شما چرا نمیاین و دفاع نمی کنی؟ که گفتم بهتون اول برنامه هم گفتم خیلی خوشحالم که نانسی پلوسی با درایت و کارکشتگی سالها اینا مار خوردن تا امروز افعی شدن، به این نتیجه رسید که این رانندهی که ترامپ دیوانه حالا پلیس گرفتتش بهش جریمه داده، فعلا یه نیم ساعت یه ساعتی هم تو سرما یا تو گرما نگهش داره که اینی که با عجله اونجوری رانندگی میکرد میخواست برسه به مهمونی دیر برسه، اینجوری هم اذیت بشه، اینجوری هم به اصطلاح جریمه بشه. بله در فرانسه هم که میدونید باز تظاهرات و اینها بود، به خاطر این بار به خاطر قوانین بازنشستگی. بله خانم جیلانی جواب دادن تمام کارتون ها کثیف هستن و تصفیه هم نمیشه. حالا میرین قنادی از این به بعد بهشون بگید که توی پاکت، یادم سالها پیش ما یه فامیلی داریم ایشون مهندس توی ایران، خیلی آدم بزلگویی هم هست، سالها پیش یکی از دوستان ما مهندس مظهری بود، کی بود رفته بود یه قنادی خیلی شیکی باز کرده بود به نام قنادی هستی، اسم دخترش رو گذاشته بود، در فلکه گاز شیراز یا فلکه گاز شیراز، و من و دوستم بهروز قاسم زدم چون دایی شریک بود میرفتیم اونجا گاهی وقت کار میکردیم، هیچ وقت از اینا پول نگرفتیم، من یادم نمیاد هیچ وقت یه قوطی شیرینی از اونجا گرفته باشیم، عجب آدمای بی‌انصافی بودن. خلاص بعد یه روز این فامیل ما آمد اونجا و گفت که من مثلا یک کیلو شیراز یا به زولبیا بامیه، یا میگن بامیه میگن زلیبی و بامیه، زلیبی و بامیه میخوام. من بهش گفتم که توی این پاکت ها، چون میپرسیدی توی این پاکت ها بذارم یا توی این جعبه ها، اونایی که میخواستن کادو ببرن جعبه میگرفتن، اونایی که برای خونه خودشون بود توی پاکت میگرفتن، پاکت های کاغذی، بعد خونه که میرن تو ظرف قشنگی میذاشتن. ایشون خندید گفت که من اومدم شیرینی بخرم، من که نیومدم مقوا بخرم، مقوا رو گاو میخوره. البته تو ایران گاوا از بس که چیزا نبود و اینا، همین اصلاحات ارضی درستی که شاه انجام داد به جای رسید که گاو و اولاغان نون خوش میخریدن میخوردن، میخریدن صاحبشون میخرید، گاوا
کاغذ میخوردن. البته خب باز کاغذ فایبر داره چون از گیاه اومده و اینا، بمانه دردمون تازه نکن. دادگاه ویژه پاکستان این آقا رو به اعدام محکوم کرده. اعتراض به قانون بازنشستگی فرانسه در آستانه روز سیاه اعتصاب از امروز سه شنبه، این مانه دو سه روز پیش بوده. مروری بر سال 2019 کدام ویدیوها در یورونیوز فارسی پربیننده تر بودن؟ انهدام یک شبکه تولید اسکناس های تقلبی در اروپا، برق 50,000 خانه در فرانسه به دلیل خرابکاری قطع شد، انفجار بمب در ولساوی علی شیر افغانستان جان 10 غیر نظامی را گرفت. بیچاره اونا که میمیرن اصلا کسی هم عین خیالش نیست. ولی این برق 50,000 خانه در فرانسه ببینیم چی بوده. میگن یکی از بزرگترین خطراتی که امروز آمریکا و کشورهای پیشرفته رو تهدید میکنه همین سایبر اتاک هست، یعنی حملات اینترنتی، که میدونید همه این چیزها با کامپیوتر کنترل میشه. حتی چراغ راهنمایی رانندگی اینا با کامپیوتر کنترل میشه. و میگن اگر هکرها بزنن لابد براشون سودی نداشته که تا حالا نزدن، و اینا میرن این بیمارستانای بیچاره رو چپ و راست، اونام بدونی که جای خبر درس کنه پول رو میدن، 50,000 دلار، 100,000 دلار، 1,000,000 دلار. به طرف میگه که ببین تمام اینفورمیشنت الان دست ماست و برو بزن، اکسس نمیتونی پیدا کنی، دسترسی نداری به اطلاعات بیمارا، و اگر پول ندی اینا همه رو از بین میبری. بیمارستانه پول رو میده، صداش هم در نمیاد. چرا صداش در نمیاد؟ فکر کنید شما میخواین یه عمل جراحی کنید، مثلا بهتون گفتن ABC هاسپیتال. خب اگه این ABC هاسپیتال سه هفته پیش گفته باشن هک شده باشه، شما فوری میگی چی؟ میگی نه من این نمیرم، چون این ممکنه بازم هفته آینده همون هکرها دیگه این بارم بلدن، این بارم میدونن که این پول میده، زود بیان هکش کنن. چه باید کرد؟ نمیدونم. از اول برنامه ما تا آخر برنامه ما این هست که دوستمون میگه چه، یادش بخیر، این دوست ما از خلیج فارس تنبل شد و دیگه برنامه نمیذاره. یه سری میان وقتی برنامه میذارن بعد از چند مدت میگن که دوستان بیننده شرکت نمیکنن. میگن بابا شما حرفتو بزن، معلم سر کلاس که نمیاد درسشو قطع کنه بره به دلیل اینکه شاگرد حرف نمیزنه. شاگردم اگه حرف بزنه شما میگید اینا حرف میزنن، حرف منو قطع میکنن، نمیذارن من. نمیدونم، خلاصه بازم یه چه باید کرد به این دوست چه ما اضافه شد. برق 50,000 خانه در فرانسه به دلیل خرابکاری قطع شد. میگه که به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از شرکت برق منطقه‌ای جنوب غرب فرانسه، در آخرین دقایق شامگاه دوشنبه دو پست برق فشار قوی در استان ژیرون به مرکزیت بوردو بر اثر یک عملیات خرابکارانه آسیب دید و همین امر موجب قطع برق شد. یادم میاد یه زمانی این بهبانی نادان بی سواد یه مهندسی از خودش کم سوادتر و نادانتر آورده بود رشته برق، و اون احمق به مردم میگفت تمام چیزای خونتونو با هم روشن کنید تا دولت از بین بره. 10 بار بهش گفتم مردک برو شما دیاگرام، نقشه، سیستم سیمکشی خونه ها رو نگاه کن. اولا سیمکشی خونه ها تا اون زمانی که من کارش انجام میدادم و وارد بودم، میگه شما 2/3 فیوزا، سیما، اینا همه رو برای 2/3 همه خونه پیشنهاد چیز میکنن، به اصطلاح پیش بینی میکنن. به همین خاطر شما وقتی مهمونی داری دو تا آون روشن کردی، یه اجاق اضافی هم زدی اونجا که ماهی درست میکنیم، نمیدونم بوش نیاد، کباب هم اونجا گریلت برقیه، چراغ براش روشن کردی، پنکه روشن کردی، چراغ ها رو روشن کردی، خونت بزرگتر و قشنگتر باشه، شب مهمونی برق میره. چون شما در شب مهمونی تازه هنوز هم 3/3 استفاده نکردی، هنوز ماشین لباس شویید روشن نیست، ماشین ظرف شویید روشن نیست، تو گاراژت روشن نیست، 100 تا چیز دیگه که الان من یادم نیست روشن نیست، سشوارت روشن نیست، فلان اینا، فیوز خونت میپره. خب حالا اومدیم شما رفتی فیوز اضافی گذاشتی، این سیما هم داره داغ میشه، ولی
بعضی ها این کارو میکنن، نمیدونن سیستم چجوریه، میره فیوز 25 امپ عوض میکنه 50 میذاره، بعدم خوشحال میگه دیدی چه کار خوب کردم، دفعه قبل مهمون داشتیم آبرومون رفت، برق قطع شد، حالا این دفعه قطع نشد ولی تمام سیمای خونه داره گرم میشه. اینا اون پشت دیوارا سیما وقتی پوستشون گرم میشه خودشون به هم نزدیکتر میشن، خطر انفجار و آتش سوزی داره بمانه. حالا ما اومدیم کار احمقانه انجام دادیم، فیوزا رو قوی کردیم و نسوخ این چیزا. اون همسایه من نمیدونم آقای اکبری هم، من میرم قانعش میکنم، هرچی من میگه این کار احمقانه است میگم نه، بنده خدا میگه اوکی برای که سوربی دست از سرم برداره، اونم همین کار میکنه. من و شما وقتی این کار میکنیم، تازه هنوز هم حالا سشوار روشن کردیم، اتو روشن کردیم، همه اینا که برق زیاد مصرف میکنن تابستونه، ولی ما اومدیم هیتر برقی 1500 وات هم روشن کردیم، تازه چی میشه؟ فشار میاریم روی برق این خیابون. سر خیابونا همتون نگاه کنید، سه تا فیوز به این کلوفتی که همین رو باید تحویل بهبانی اون احمقی که مهمونش بود داد، سه تا فیوز به این کلوفتی وایساده، اگر اتصالی پیش بیاد جریان زیادی بکشید تازه این فیوزا میسوزه. آخه مردک نادان. بعد از اون ور میبینم یه خانمی دوست خیلی گرامی ما هم هست ورداشته بود نوشته بود برای اعتراض به آخوندا خاموشی. میگم خانم مردم بدبخت ایران که چپ و راست خاموشی دارن، به دلیل اینکه نه نیروگاه اتمی تونست برق کافی بده و نه اون شبکه سرتاسری غلط. آقای خوششانس اگه زنده هستی عمرت زیاد باد، مهندس خوششانس این استاد ما بود، اومده بود آمریکا، وقتی برگشت گفت من حالا فهمیدم که این شبکه سرتاسری ایران اشتباهه، توی جایی به این وسعت که شبکه سرتاسری نباید داشته باشه، شبکه سرتاسری برای آلمانه. آلمان شما هیچ وقت 2 ساعت 3 ساعت مثل اینجا تو بیابون رانندگی کنی نیست، شما اینجا تو لاس وگاس وقتی میری ترس برد میداره، اصلا میری ساعتها هیچ خبری نیست. آلمان از این شهر میای بیرون تابلو اون شهر سیمه این سیمه این، خب این برق اضافه داره به اون بده اون برق. به اون میگن شبکه سرتاسری. اروپا یه احمقی از همون دوره شاه رفته بود اروپا، وقتی برگشته تو ایران گفته بود شبکه سرتاسری، شبکه سرتاسری مثلا شیراز برق بسازه، جون عممون خیلی زیاد داریم برای آقا جاری هم بفرستیم. خب این از این. حالا بهتون نشون میدم اصلا عکس درست میکنن با افتخار میذارن روی صفحهشون برای فلان موقع خاموشی. این مردک دیوانه ایمان فروتن هست کچل کلاگیسی، این چند مدت پیش همین کارها رو ساعت 9 شب خاموشی، ساعت 9 شب پولامون رو بیان چنجمون. آقا چنج از زمانی که من بچه بودم 4 سال کلاس 4 بودم تو ایران 1 قرونی رو به اون پس نمیدادن، تا بعدم که بزرگ شدیم به اون 2 تومنی رو پس نمیدادن، بهش به جاش یه چی دیگه میدادن. آقا مردک شما ها کجا زندگی کردید؟ بیاین پولای خرد و ورداریم مثل آمریکاست که پول خوردتو که میبری 15% چم کم میکنن، ولی وقتی میری فروشگاه یه چیزی میخری 15.99 یه پنیت هم بهت میده. خب نکنید این کارها رو. بذار ببینم من اینجا دارم اینو، ساعت 3:56 است، حالا میذاریم عکسها رو بعد بهتون نشون میدیم، ولی بذارید اینجا بود خاموشی. این ایران خاموشی و خیلی هم جالبه، یعنی حماقت رو شما میبینید که از کجا سرچشمه میگیره. آرمشون اون بالا هست، معمولا دوستان شاه اللهی هستن. نگاه کنید کامرای 2، توجه فراخان خاموشی در پی اعتراضات سراسری ایران در سوگواری جان باختگان راه آزادی میهن در یک حرکت سراسری و متحد، همه ما در ایران به مدت 1 دقیقه، اونم 1 دقیقه دوستان، چراغ‌های خانه‌مان را در روز پنجشنبه ساعت 9 شب خاموش خواهیم کرد. نگفته کدوم پنجشنبه نه چیز، ولی 1 دقیقه خاموش میکنیم. این شد سوگواری، این شد ضربه به دولت آخوندا. دوستان یه داستانی بود میگفت سعدی رو گرفتن توی کشوری یه چیزی هی بهش میگفتن آقا این حالا یه فرمولی داشته لابد به پس بده، گفته نمیگم فلان اینا، بعد اونا میگن آقا یه احمقی رو با این بندازین تو سلول، همچین که احمقه رو میندازن تو سلول روز دوم میگه بیاین منو از دست این نجات بدین، هر چی شما میخواین من بهتون میگم. دوستان خودتون رو از دوستان احمقتون جدا کنید، فاصله بگیرید. نمیخوام بگم
حماقت مصریه. ولی بله، حماقت مصریه، به شما هم سرایت میکنه. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه شماره 251 آقای حسن ارشاد از ایران به شما تقدیم میشه و ایشون هم همیشه شماره تلفن و تماس و رو فیسبوک و اینا هست، میتونید باهاش مستقیما تماس بگیرید. از اینکه با ما بودید از شما تشکر میکنم. اگه این برنامه رو برای دوستانتون، دشمنانتون بفرستید، ما هم ممنون میشیم. با امید روزهای بهتر، آینده‌ای روشن‌تر، روز روزگار بر شما خوش.